بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 10 بهمن ماه 1397، برابر است با 30 ژانویه سال 2019 میلادی، و بعضی ها دارن روز شماری میکنن ببینن که این فراخوان های مختلفی که از گروه های مختلف و اشخاص مختلف صادر شده چه نتیجه‌ای خواهد داشت، و آیا من و شما شاهد 40مین سال انقلاب 1357 خواهیم بود، یا تا 22 بهمن 1397 آخوندها دمشون رو گذاشتن لای پاشون رو فرار کردن. چرا میگن دمش رو گذاشت رو پشتش، یا چرا میگن دمش رو گذاشت لای پاش؟ میدونید شما، عقرب مثل که معروف دمش رو میذاره روی پشتش، ولی حیوانهای دیگه، سگ و اینها، دمشون رو میذارن به اصطلاح وسط پاشون موقعی که میترسن. خب، درودی گرم بر کاکو سوربی، شامگاهت نیکو. خیلی ممنون. اینجا هنوز روزه و واقعا احتیاج داریم، حالا چه سلامی گرم چه درودی گرم. یه عکس بهتون نشون میدم که منو یاد اون اوائلی که رفته بودیم آلمان و وسایل کافی نداشتیم، بلد نبودیم شال رو چجوری ببندیم، کاپشن درست حسابی نداشتیم، وقتی از قطار پیاده میشدیم این سربالایی رو توی هوخهایم بریم تا برسیم به آپارتمانی که توی زندگی میکردیم، اونجا که میرسیدیم حقیقتا مثل یک آدم برفی بود که داشتیم راه میرفتیم. این عکس رو آقای رضا مشایخی گذاشته، ببینیم که چی میگه این آقای رضا مشایخی. و توی شیکاگو سرما به حدیه که حتی گفت پست که هر روز میاد، گفتن آقا نامه نمیخوان، تو خیابون نرین. و همه اینا رو شما ول کن، این شارلاتان احمق ترامپ به جایی که مردم بگه در این روزهای سرد امیدوارم مواظب همدیگه باشین، اینجور اونجور، آمده میگه چی شد گلوبال وارمینگ. اینم نمیدونم کی اسم اینو گذاشت گلوبال وارمینگ. این تغییر هوا فقط گرما ایجاد نمیکنه، یه جایی گرما ایجاد میکنه اونجایی که نباید، یه جایی سرما ایجاد میکنه اونجایی که نباید. خلاصه یادم یه داستانی فکر کنم در مورد سعدی میگفتن، چون سعدی زیاد مسافرت میرفته این ور و بر دور جهان و زیادم دستگیر میشده، گویا یه جایی گرفته بودنش و انداخته بودنش توی زندان و این مغور نمیمده، مغور نمیمده یعنی اقرار نمیکرده، حالا چه کار کرده بودی که اقرار کنه. میان اینو یک احمقی رو همراهش میندازن تو زندان، میگه بیاین در رو باز کنین اینو ببرید، من هر چی بخواین بهتون میگم. حالا ما داریم به شما میگیم بیاین این شارلاتان ترامپ رو ببرید، هر چی شما میگید درسته، ما همون کار انجام میدیم. میگه روباه و گرگ دم لای پا، بله، اما سگ نه. چرا؟ من خودم 4 تا سگ داشتم، هنوزم 3 تا سگ داریم. چرا سگ؟ اتفاقا اگر شما دقت کنید سگای گله رو دمش رو میبریدن، برای این بود که میگفتن گرگ و خرس و اینا متوجه نشن که این سگ داره میترسه و دمش رو لای پاش میذاره. و خود من اینجا نگاه میکنم، یه سگی رو نگاه میکنید، شما میبینید دمشو میاد بالا، به اصطلاح اینا میگن وگد تیل، یعنی دمشو تکون میده، این خوشحاله. یه سگی میبینی شماری که میبینه دمشو میذاره لای پاش، نشون میده که ترسیده، و اتفاقا چون سگ ترسیده شما باید ازش بترسی، اون هست که حمله میکنه. درصد ممنونم. بله، خب دوستان عزیز، ما امروز میخوام یک کمی به این خانمان نق بزنیم، موافقید؟ وقتی میخوای به خانمان نق بزنید باید سعید کاووسی رو داشته باشید تا نق زدنت کامل بشه.
اون روز ما خب الان چند روز اسباب کشی کردیم، آمدیم اینجا یه روز تیغمون رو پیدا نمی کنیم، یه روز آینمون رو پیدا نمی کنیم، نمی دونیم حالا تو حموم شیف کنیم بیرون شیف کنیم. به غیر از این که ماه ژانویه به عنوان ژانوری گفتن ژانوهری، حتی براتون خوندم گفتم زنها هم گفتن ما میخوایم به اصطلاح این ماه موهامون رو نزنیم و چنین و چنان، چشمتون روز بعد نبینه. ما دو روز ریش نزدیم اون روز که آمدیم اینجا، اولینش خانم دکتر بهیه جیلانی گفت تو رو خدا هر روز ریش رو بزن، گفتیم چشم. بعدش دو تا خانم دیگه نوشتن، آقا یکیش نوشت شکسته شدی، پیر شدی، یکیش نوشت نمیدونم مثل ورشکسته ها شدی، فلان شدی اینها. و گفتم بابا جون اینجا از سرما اینایی که گردن سرخن یعنی ردنکا، این گاوباز چی میشه؟ کابوی، کابوی میشه گاوباز دیگه، گاوبازا و اینها از زمستون ریششون رو نمیزنن تا بهار، بهار که میشه ریشو میزن، موقع ریشو میتراشن. ولی حقیقتش امروز دوش که گرفتم یه نگاهی به خودم کردم، دیدم ریش اقلن 10 سال آدم رو پیر میکنه، به غیر از این که ریش ما هم صاف و صوف نیست، کج موج مثل خودمونه. چشم، جمعه بدون ریش میام خدمتتون. ولی یه چیزی، این خانما هر کاری میکنن ما مردا جرأت نداریم یه حرف بهشون بزنیم. یه روز موهاشونو میکنن رنگ پرپل، میشه چی؟ شیرازی ها میگن سوسنی، تهرونی ها چی میگن؟ در حسن گلخاری هم میگن تو شیراز. یه روز اون رنگی میکنن، یه روز یه تیکش این رنگی میکنن، یه تیکش اون رنگی میکنن، یه روز این وره موهاشونو میتراشن، این ورشو بلند میکنن که آدم از دور که میبینتش فکر کنه خودش داره کج میبینه. حالا ابروارم که نگو، ماشاءالله همه ابروار تراشیدن، وسط چشم و پیشانی خط کشیدن، ابرو درست کردن. خب حالا میای پایین تر، دماغا هم که همه رفتن عمل کردن، اینجوری شما از روبرو دو تا سوراخ میبینی. بعد میای پایین تر، لبا هم که همه شده مثل ماهی، شما فکر کنی میخوان بوست کنن از اون ور خیابون اینجوری. ولی مگه من شما جرأت داریم حرف بزنیم؟ حالا دیگه علنگو میگن دستشون رو گوشواره میکنن گوششون رو، بعضی ها چلچراغ میبندن به گوششون بمانه. ولی اگه مردا یک کلمه حرف زدن، زن ستیزی اینی اونی. دو نفر از آقایون، یکی پتی گو آقا ریش بزی بهت میاد، یکی هم یه آقای دیگهی گفت که آقا ریش بذار، ریش بهت میاد، گفتیم چشم. میگه که پهلوی در جلسه 27 اکتبر 2018 واشنگتن با گروهی از اعضای، عزیز من آقای امید کیان، اینجا دوست عزیز تبلیغ چیز نکنین به اصطلاح، اگه میخواین شما میتونید تبلیغ آقای پهلوی و اون جلسه رو با 10 دلار قشنگ مثل یک انسان شریف هم مردم تیوی رو حمایت کنید، هم به جای اینکه بذاریمش توی کامنت قشنگ بذاریمش اون بالا. من بارها گفتم یه مثال برای شما میزنم، امیدوارم این مثال بر اساس اون داستانی که میگن در مثل مناقشه نیست به شما بر نخوره. اینجا شما فکر کن که سربی باباش مرده و الان آمده مجلس ختم گذاشته، یه پول کمی داده چایی و آب گرم و 4 تا صندلی و اقلا همشهریش این آقای فرزاد نیساری و دیگران بیان بگن خدا رحمت کنه باباش، یا تسلیت بگن به سر. بعد یه نفر از راه میرسه میگه دوستان حالا که همه مردا اینجا جمع شدن، راستی مثلا بابای منم مرده، اگه میشه یکی بیاد به شوهر ننه من. خب این کارایی که شما میکنید مثل اینه، البته میگم در مثل مناقشه نیست، برای شما نگفتم، خیلی از این اتفاقا میفته. آقا گور پدر پهلوی و گور پدر آخوند و گور پدر جلسه‌ای که گذاشتن، این مردک چی میگه؟ 40 سال هی میاد زر میزنه. حالا بشینید بلکه خانم رجوی 19 بهمن انقلاب میکنه راحت میشین. یعنی چی آقای سربی؟ شما نمیخواید از شازده رضا پهلوی و گروه فراشگرد که جوان هستن حمایت کنید؟ چرا اینقدر حسادت میکنید؟ نه آقا، چه حمایتی؟ همون حمایت شما کافیه.
بذار من یه علامت خنده هم بزنم، چون این حرفی که زدی واقعا خنده آوره. آقا حمایت شما کافیه دیگه، ما حمایت کنیم برای چی؟ شما ماشاءالله دانا، جوان، فعال. ما اگه اهل حمایت از کسی بودیم، اول از همه از خودمون حمایت میکردیم، از کشورمون حمایت میکردیم، از شهرمون حمایت میکردیم. دیدیم آقا نمیتونیم و قبول کردیم که نمیتونیم، دومونو گذاشتیم روی پشتمون و در رفتیم. دست ممنون و متشکرم از شما. و اگر شما واقعا سلام، وقت شما بخیر. بله وقت شما هم بخیر. گفت اندک اندک جمع یاران میرسن. فکر کنم اینجا الان فعلا کلوپ شیراز برقرار شد. کسی یادش هست کلوپ لاینز؟ آقای عرفان عرفانی بود. من نمیدونم اینا با هر فلسفه‌ای، با هر منطقی، با هر مرامی که داشتن، این کارهایی که انجام میدادن، میمدن یه باشگاهی باز میکردن، مخصوصا یه جای فقیر نشینی مثل اون فلکه خاتون و کجا بود اون خیابونه، اسمش یادم نیست، که از سرا آسونه میرفتیم برای فلکه خاتون، دانش سرا داخلش بود و اینا. و خیلی برای ما خوب شد، مثلا از اونجا باید بلند میشدیم میرفتیم زیر قرآن برای باشگاه تربیت بدنی، اگه میخواستیم پشتی بگیریم. ولی بعدا این به اصطلاح کلوپ لاینز که باز شد، همه نوع تفریحات و ورزشی هم داشت، از به اصطلاح با وجود که یه جای کوچیکی بود، الان اگه امروز برید اونجا هنوز باشتش نگاش میکنید خندتون میگیره که چجوری این همه بچه، این همه جوان از مدرسه میمدن اینجا. ولی دم اونایی که این کارها رو انجام دادن برای کشورشون، برای شهرشون، برای مملکتشون، به اصطلاح گه 40 ساله که شما دارید وقت تلف میکنید. الان هم آقای امید کیان، اجازه بدید من شما رو این یکی رو پاک کنم، اگه یکی دیگه نوشتی خودتم میندازم بیرون عزیزم. من 40 ساله دارم وقت تلف میکنم، شما برو وقتت تلف نکن، برو دنبال کون رضا پهلوی، برو آقا دنبال کارت. دیوانه ای مرد حسابی، 40 سال شما دارین وقت تلف میکنید، مگه حقوق دادی که من وقت تلف میکنم یا وقت تلف نمیکنم؟ برو آقا، برو گم شو. بله خب دوستان عزیز، امروز ساعت 3 بعد از ظهر برنامه عقل بشر، گفتار عقل بشر شماره 87 رو از خلیج فارس تهیه کردن فرستادن براتون پخش میکنم. بعد ساعت 3:30 با آقای شهرام ایران بومی، دکتر ایران بومی خواهیم بود، که در رابطه با یک پرونده‌ای که جدیداً داشتن در آلمان با هم صحبت کنید. بله آقا من شما رو پاک میکنم، دموکراسی ما همینه، دموکراسی که یه نفر بیاد توی سینما وقتی همه نشستن به خاطر اینکه 5 دلار داده پول بلیت فریاد بزنه آتش آتش، بعدم هر که حرف زد بگه مگه شما دموکراسی ندارید؟ ما دموکراسیمون همینه. اجازه بدید دوستان قشنگ من اینو بیزینسم بفرمایید، حالا یه تبلیغ مجانی هم بلد بکنیم تا هستی اینجا. گفت تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت منایی که نیستم. این آقا، این امید کیان. بله حالا امیدوارم اسم فامیل دروغ نباشه. اینجا میایم میزنیم بلاک دیگه، چه حوصله داد و بیداد و اینا نداریم که. برو آقا همه حسادت شما از اینی که بله من به فرشگرد خیلی حسادت میکنم، چون یه مشتی احمقی مثل تو رو دور خودشون جمع کردن، برای منم متاسف باش تا جون از فلان در بره. برو آقا دنبال کارت. 10 تا از این سازمان ها آمدند و رفتن، هیچ غلطی شما نکردین. حقیقتا این که میگیم هیچ غلطی نکردین اشتباه، همش غلط کردی. طرف میگه هیچ گویی نخورد، همش اینا گوه خوری کردن. آقای آریانپور نوشته بود که یه نفر به من بگه این نشست شماره فلان وقتی میشینین نتیجهش چی بوده؟ گفتم آقا درست مثل نشستای شماره قبلی، هیچ هیچ و هیچ. خب چقدر اینایی که این بلاکو بکن بیرون و اینا رو درست کردن آدم راحت، چون تو مجلس که نمیتونی از اینا اینجوری با یه بلاک بندازیش بیرون، با وایسی جر و دعوا و فوش و یه پیرن پاره کنی و نمیدونم ماشین خط بندازن و نمیدونم فلان کنن، اینجا راحت بلاکش میکنی. برو آقا مردک، تو اگر دنبال فرشگرد بودی اینجا چه کار هستی؟
برو ببین فرشگر چی میگه، برو تو خیابون مردم جمع کن، برو تو خیابون آدم جمع کن، آمد اینجا دعوت کن. گفتم نه، برو اونجا ببینیم این چی میگه. نو کالر آی دی. هلو، روزگارمون. بله. ای برگه بر پدرت لعنت، اگه دروغ بگی. نه این احمق هر کیه هر روزم زنگ میزنه. معمولا اینایی که زنگ میزنن قانون بهشون گفته همون اول بگید اگه نمیخواین ما مثلا شماره دو رو فشار بدین یا نو و شماره شما رو میذاریم جزو لیست دونات کال. ولی این هر حرومزاده هست همین کارشه. و من همیشه اینا رو که گوش میدم خندم میگیره، میگم تو که به من میگی بیا یه بیزینسی که هیچ کاری نکن پول در میاری، منظورت این بیزینسه که خودت مثل گداها هی باید به این زنگ بزنی به اون زنگ بزنی. آقای اکبری میگه سالن کشتی بغل پل شاه حمزه بود نزدیک هنرستان شما. بله، اون تربیت بدنی کهنه بود، تربیت بدنی جدید تو خیابون نادر بود و میدونم که اونجا بود. و اتفاقا من اونجا وقتی که آقای قشقایی مربی بود و اینا اونجا بودم، بعد وقتی که تربیت بدنی جدید رفتم آقای فرجام بود، آقای یادمون رفته و آقای فرخیان هم تو همون تربیت بدنی قدیمی و کهنه. ولی لاینز که میرفتیم، لاینز وقتی میرفتیم کشتی، اون آقای کمال پیرمدی که خودش کشتیگیر بود اون به عنوان مربی اونجا کار میکرد. چون وقتی شما تازه شروع میکنی که نمیخوان حالا همه فنای دنیا رو بلد باشی اینها، یه نفر دیگه میتونه به شما یاد بده چجوری نرمش کن، چجوری به اصطلاح نمیدونم این یه خمه اون دو خمه این فتیله است فتیله پیچه و الی آخر. دستان ممنون و متشکرم و یادش بخیر. خب دوستان ببینیم اینجا براتون چی گذاشتیم. یک لایحه‌ای رو این آقای روبیو که اینم آدم موجود عجیب و کثیفیه، اصلش کوباییه، برای پرزیدنسی. این همون کسی بود که گفت این ترامپ دستش کوچیکه، در نتیجه دودولش هم کوچیکه و بعدم اون به این گفت اینجوری و بعد رفت بیرون و بعدم شده نوکر ترامپ از ترسشون که مبادا. خلاصه این سناتور فلوریدان یک لایحه‌ای رو نوشته که کسی در آمریکا حق نداشته باشه درباره مظلومیت فلسطینی‌ها صحبت کنه. و ببینید اینو خود کلیمیایی که یکم غیرت دارن، خود کلیمیایی که به این نتیجه رسیدن که بابا این کتاب تورات همچین هم درست نیست که ما کلیمی‌ها بهترین هستیم، فقط ما میریم بهشت و اینها. اینا میبینید Jewish Voice for Peace، صدای یهودیان، صدای کلیمیان برای صلح. و این نوشته که Senate voted 76-22. حالا اون یه نفر نمیدونم چیه، چون معمولا اینا 100 نفرن، وقتی هم رأی گیری میکنن همه باید باشن، ولی اینجا میگه 76، دو نفرشون نبودن، 76-22 رأی دادن و ریپابلیکن سناتور مارکو روبیو بیل دات وود انکوریج استیت، میگه که تشویق میکنه استیت ها یا ایالت های مختلف رو که به اصطلاح ریستریک یعنی محدود کردن و ممنوع کردن و اینها. The free speech right of advocate اینایی هستن که تبلیغ میکنن، مثلا این آقا امید کیان اگر عاقل بود این داره ادوکیت میکنه این فرشگرد رو. ولی ما متاسفانه همه چیمون عوضیه، همه چیمون اون فرشگرد اگر سازمان درستی بود به روانی ها و دیوان های مثل اینها میگفت شما با توهین به مردم نمیتونید اونا رو جذب کنید، باید مردم رو ترغیب کنید، تشویق کنید، اینجوریه. ویلا رهبرتون که رضا پلویی باشه، احمق چندین سال پیش گفت شما اگه امروز من رو حمایت نکنین فردا که ما رفتیم ایران به شما پاسپورت نمیدیم. خب این اون باباش
که گفت هر کی نمیخواد بیاد پاسپورت بگیره بره، این یکی از اونم گداتره، میگه پاسپورت بهتون نمیدیم. صحبت از باباش شد، براتون یه مقاله گذاشتم روی فیسبوک، حتما ببینید، خودم هم الان بهتون نشون میدم. خیلی ممنون از این آقای امید کیان که اقلا بله پل شاهمزه یه چیزی هم پشتش بود، شاهمزه خدای که ما به شکر میگفتیم زیر پل بالای پل، عجب پلی هم بود اون قدیما، اینجوری اتوبوس ها میرفتن همه اینجوری میافتادن اینها، پل شابدالعظیم بود. بابا ولمون کن تا ما را میبری تو قدیم، back to the future، میخوام بیام جلو شما ما را میبری. شاملمزه میگفتن، آها میگه پل شاملمزه که به زبان معلی شاملمزه میگفتیم. بله اونجا هم اصلا خود اونجا هم اون زیارتگاه رفته بودید، اصلا فامیلای ما تو اون خاک هستن. خب میگه که این از این. بله قرار شد که به خاطر آقای امید کیان و فرشگرد ما بیایم اینجا برای شما اینو بخونیم. دیلیت کامنت، بسیار عالی، دیلیت کامنت. حالا اگه این آقا آدم بود میگو باشه آقای سوربی من $10 میدم تبلیغ ما رو بذارین. همشون انگار مال باباشون رو از ما طلب کارن. سلام وقت شما بخیر، خیلی ممنون. بیاین نگاه کنید دوستان، چگونه شاه روحانیون را به قدرت رسانید. براتون یک کمیشون میخونم، این داخل فیسبوک خود من هست. یک لحظه اجازه بدین صفحه رو بهتون نشون بدم و با هم اینجا رو ببینیم. یه تبلیغی هم باشه برای خودمون، نمیشه که همش در دیگران تبلیغ کنیم. Select all، اینجا کامرای دو، اوکی، این این ببینید الان برنامه زنده است که امیدوارم شما هم با دیگران شیر کنید. خیلی هم ساده است، شما وقتی تو صفحه خودتون دارین اینو نگاه میکنین پایینش یه جایی نوشته شیر، همین کاری که من با تلویزیون مردم انجام ده. آهان بابا جون، پل علی ابن حمزه، آقای اکبری شما 0، من 1، آقای خوشنودی 2. میگم پل یه چیزی بود، پل علی ابن حمزه بود، ایشون علی بوده بچه اون. این ابن رو میدونید مسلمان ها میگن، همین به کلمی میشه بن، ولی اون چرا به بن لادن میگفتن من نمیدونم، شاید اونم یه جورایی صهیونیست و یهودی بوده قایمش کرده بودن یواشکی به اسم مسلمان ها. ببینید اینجا وقتی میان پایین، اینه مقاله، مقاله نسبتا طولانیه ولی جالبه، بخونید. چگونه شاه روحانیون را به قدرت رساند. بخش نخست، محمود روغنی، میم رها. بحث و جدل بر سر جمهوری خواهی و سلطنت خواهی، فضای مجازی و بسیاری از رسانه‌های خارج کشور را به خود مشغول کرده است. شوربختانه نو سلطنت خواهان از نقد و بررسی دوران پهلوی گریزانند. این در حالی است که برخورد انتقادی گرایش‌های گوناگون اپوزیسیون به گذشته خود راه را برای اعتماد سازی و همکاری این گرایش‌ها در مسیر گذار از جمهوری فساد و سرکوب اسلامی هموارتر می‌سازد. نیروهای سیاسی با گرایش‌های گوناگون در به قدرت رساندن لابد، بله اینجا به قدرت، ببخشید، انتقاد و اینها، اعتماد سازی. خلاصه بهتون بگم، توضیح میده که این انگلستان آمد رضا شاه رو کرد بیرون. اینجا میگه بازگشت روحانیت به سپهر همگانی و دخالت در سیاست پس از خروج اجباری رضا شاه از ایران، متفقین به پیشنهاد انگلیس با شرط و شروطی، گوش کنید دوستان، شرط و شروطی به پسر رضا شاه اجازه دادن سلطنتش را حفظ کنند. به وی گفته شده بود که سلطنتش آزمایشی است و باید راه رسم پدرش را کنار بگذارد.
اینکه بعضی ها میگن چرا مثل پدرش نبود، برای که ارباب دستور داده بود. اینجا جالبتر میشه: و در چهار چوب قانون اساسی سلطنت کند. یعنی حتی انگلستان هم میگفته آقا این قانون اساسی تونه، خب قانون اساسی تو که شاه هستی رعایت کن. در این دوره آزمایشی شاه جوان میبایست دست به اصلاحات گسترده بزند، یا بزند املاک و دارایی های ملی را که پدرش با زور تصاحب کرده بود بازگرداند و از ورود برادرانش به ایران جلوگیری کند. شاه که از وضعیت ناپایدارش آگاهی داشت، برای تحکیم جایگاهش دست به اصلاحاتی زد، شماری مؤسسات بهداشتی و آموزشی بنا نهاد و از جمله زمین‌های تصاحب شده پدرش را به دولت بازگرداند. این همون چیزایی بوده که باباش در عوض یک کمی نبات داده به این آقا. بعد انگلستان گفته آقا پادشاهی که اینجوری نیست، حالا که تو پادشاهی زر رو زر بیای، هر چی میخوای از مردم بگیری، پس بده اینا رو و برو مثل قانون اساسی، که اونم نتونست. و اما اپل قیمت گوشی های آیفون را کاهش میدهد، میگه که بیشتر بخوانید چشم. بعد از بازی فوتبال دوستان ژاپن و ایران الان بحث های زیادی هست. ما ایرانی ها خیلی زود به یک کشمش گرمیمون میشه، به یک قوره سردیمون میشه. اینا وقتی میبرن میشن سرداران ایران، وقتی میبازن میشن بچه فلان و بیسار و اینها. و گویا در بازی ها اینا چون اعتراض کردن به داور و عکس ها نشون میده که اصلا بازی رو ول کردن، رفتن دخالت میکنن، ژاپنی رفته گل زده. من نگاه نکردم ولی نوشته ها و اینا رو میبینم. در اصل حالا گویا یه گروهی هم قرار بررسی کنن و بعد از بازی به اینا یاد بدن که باید احترام داور رو بذاری، ببینیم چی میشه. در اصل ایران حذف شد از اون هر بازی که بود و برگشت اینجا. دوستان عزیز اجازه بدید من از آقای مانی خورسندی تشکر کنم، چون دیدم یه جایی رفته بود ایشون نوشته بود که دوستان بیاین همین الان، یا نوشته بود الان برنامه سربی تموم شد ولی یادداشت بنویسید نگاه کنید میارزه. خیلی خوشحالم آقای مانی خورسندی که شما طرفدار برنامه ما شدید و من برنامه هم همین سادگیش هست که دوستان رو جلب میکنه. اتفاقا دیدم یه آقایی که فکر کنم خلبان باشه برای من نشود، آقای سوربی شما مثل که فارسیت خوب نیست، میبینم بعض وقتا کم میاری. گفتم حالا شما فهمیدی، عجب هوشی داری، شما رو باید با خرگوش عوض کنن، نه به خاطر هوشتون، به خاطر خرگوش بودنتون، یعنی گوشای درازتون. و من بارها گفتم که ما نه انگلیسی یاد گرفتیم، حالا من بیچاره که آلمانم بودم یه سری آلمانی یاد گرفتیم، فارسی ضعیف‌تر شد، یه سری انگلیسی یاد گرفتیم، دوتاش بدتر شد. ضمن این که میگن شما وقتی بری زبونای مختلف یاد بگیری زبون اصلیت هم بهتر میشه، ولی این آقا از من ایراد گرفته که آقا شما صدها مسئله رو میگی و نصف نصفه میذاری. گفتم حسنش همینه، شما داستانهای شب اگه یادت باشه، اگه همه رو شب اول میگفت که دیگه تموم بود، همینجوری کشش میداد. داستان هزار یک شب شهرزاد اگه همه رو همون اول گفته بود که سرشو پخ پخ میکردن میرفت، انقدر کشش داد تا اون شاه یک کمی دانا شد، دست از قتلش کشید. صداتون ضعیف شده، بذارید ببینم چرا ضعیف شده. درست میگی، ای خدا بگم شما رو خفه نکنه که خودم خفتون کنم. اینجا دستم خورده، میکروفون صدای چیزم روشن شده. الان چی؟ خوب شد؟ خب در هر صورت جالب اینه که حالا همین آقای که خلبان بوده و ارتشی بوده و اینها رفته شیراز، رفته پاسارگاد، بعد پشت به پاسارگاد، پشت به کوروش وایساده، اینجوری کرده که یه نفر ازش عکس بگیره. میگم آخه بیچاره، چرا پشت به چیز احترام میذاری؟ زمینی که توی این مقبره اصلا چیزی نیست. اگر کوروش زرتشتی بوده، زرتشتی ها که مقبره نداشتن، زرتشتی ها که چیزاشونو به اصطلاح مرده هاشونو
نه خاک میکردن نه براشون قبری چیزی درست میکردن، ولی بیایم به سرمای آمریکا. که یه فیلم دیشب میدیدم میگفت که اینایی که هی همه میخوان برن اورست، آقا اورست روز اولی که سال 1953 یه نفر رفته اورست، او به قول شیرازی ها هنونوی کرده. حالا که میری شما اونجا بار تو محلی ها میذارن رو دوششون، اونا میبرن بالا یادت میدن کجا اکسیژن بذار، اکسیژن اینجاست، قهوه خونه اونجاست، اونجاست، این دیگه شده تفریح. ولی ببینید چیکار دارن میکنن. میگه اینا که میان سالانه اینقدر زباله آشغال میریزن اونجاها، اینا که میان سالانه اینقدر مدفوع انسانی اونجا باقی میذارن، و این مثل جاهای گرم و مثل جایی که بارون میاد، بارون یه مقدارشو بشوره، گرما یه مقدارشو کنه، چون سرده همینجوری میمونه. بعد عکس‌ها رو نشون میداد که این تپه، این کوه دیگه الان شده پر از کیسه های آشغال پلاستیک و اینا، و چون منبع درآمدی شده برای اون آدمایی که اونجا هستن، نپال، هیمالیاس، کجا، اونا هم دیگه ولکن نیستن. اونا هم یه جاش پرچم فروشی باز کرده، یه جاش نمیدونم صنایع دستی باز کرده، و همی گفت که بابا خجالت بکشید، برید را برید را برید دور خونتون دور بزنید، بلند میشین میرین کو، این همه وسایلای جدید و نمیدونم این قلابو بندازم اینجوری بشه، این قلابو شوت کنم اونجوری بشه، این که دیگه کوهنوردی نیست که. بله سوربی جان عزیز دل سلام، منم به شما سلام میکنم. آقای فرهاد زمانیان، دوستان عزیز، فرهاد زمانیان نقاشی هایی که درست میکنه، کار به اینا چی میگن آقا؟ فوتوشاپ که نه، کاریکاتور هم نه، کارتون هم نه، نمیدونم، در اصل خیلی قشنگن. من اونایشو که برام میفرسته و نگاه میکنم گاهی وقتی لبخند بر لبانمون میاره، ممنون و متشکرم. و اما اپل قیمت گوشی های آیفون را کاهش میده. بیایم اینجا ببینیم چرا. میگه شرکت اپل قصد دارد بهای برخی از گوشی های آیفون خود را در خارج از مرزهای آمریکا کاهش دهد. این دومین بار در 12 سال اخیر است که این شرکت آمریکایی چنین تصمیمی میگیرد. پیش از این تنها یک بار در سال 2007 میلادی برای دوره کوتاه بهای گوشی های آیفون کاهش یافته بود. یکی از مهمترین دلایل اتخاذ چنین تصمیمی کاهش قدرت خرید مشتریان گوشی های اپل در برخی از کشورها با توجه به افزایش ارز دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهاست. یه چیزی امروز من خوندم، نه توی بی بی سی دیدم، داشت مصاحبه میکرد، یه چیزی ارزمداری، مدار ارز، این چیه درست شده؟ اسمشم فکر کنم گذاشتم پیمان. بعد میگو این به این سادگی نیست که این آخونده میخوان ازش استفاده کنن، این ممکنه بکفایر کنه. بکفایر یعنی عکس العمل منفی نشون بده. در صورت میگه بهای جدیدترین محصول اپل یعنی آیفون ایکس اس که در ماه سپتامبر وارد بازار شد 999 دلار آمریکاست. گرچه پرداخت این بها برای مصرف کننده آمریکایی ممکن است، اما برای مصرف کنندگان بازارهای خارج از آمریکا، از جمله در کشورهای چین و ترکیه که ارزش پول ملی آنها در مقابل دلار کاهش یافته است، بسیار گران محسوب می شود. نیچه گفته نگمد کوههای بلند به من ابرمردی آموختند. بله کوههای بلند به من ابرمردی آموختند. این نیچه همون بود چنین گفت زرتشت رو نوشته بودن. بله در هر صورت خیلی ممنون و متشکر از شما دوستان. تلفن این 999 دلار ما اینجا اگه بخریم میشه 1000 دلار، 60 دلار هم باید مالیات بدیم، 1060 دلار. و همین دلیل است که من با این تلفن کهنه نمیدونم چی 6 آیفون 6 وایسادم. صحبت از تلفن شد، اون آقای خلبانی که گفته چرا چیزای مختلف میگید، دوست عزیز برنامه ما یه برنامه آقای ستار دلدار داشت به نام گپی خودمانی. من میگم گپی خودمونی، مثل یه مهمونیه. شما میای اینجا، آقای مانی خورسندی میاد یه دفعه از نیچه حرف میزن، آقای اکبری میاد از
علی ابن حمزه حرف میزنه، اون یکی میاد از شابدالعظیم حرف میزنه، من از تلفن آیفون حرف میزنم، بعد یادم میاد دیشب تو تلویزیون گفته. دوستان حواستون باشه، دیدید یه دوستتون زنگ میزنه، شما مثلا با همسرتون هستید، با یه دوست دیگرتون هستید، میگه این سربیه بابا، این پدر سوختن منو کشت، از بس زر و زر زنگ زد. میگه تلفونا، کامپیوتر فیس تایم که مال اپله، گلیچ پیدا کرده بوده، باگ پیدا کرده بوده، یه اشکالی پیدا کرده بوده، چون میدونید که اینا وقتی هم خاموشه صدای من و شما رو میشنوه. خدا رحمت کنه، این عمه‌ای داشتیم، عمه شرافتی بهش میگفتیم، خیلی پیر بود و اولین بارایی که تلویزیون آمده بود تو شیراز، ما که تلویزیون نداشتیم، میرفتیم خونه اونا، اون پسرمون هم میمد، پسر عممون هم میمد، مینشستیم همه جوون و بازی میکردیم، میگفتیم، میخندیدیم. میگو خیلی سر و صدا نکنین، همین جوری که شما صدای اینا رو میشنوین و تصویرشون رو میبینین، اونا هم میبینن شما دارین چی کار میکنین، میفهمن دارین شلوغ میکنین. ما میخندیدیم. حالا امروز میخوای بری همون، باید بری اول رو دور روی تلویزیون یه ملاف بندازی بماند، حالا بعدا لابد دوشای همون هم مثلا دوربین داره. میگه فیس تایم حالا یا یه اشکالی توش پیش آمده بوده یا همین، زنگ میزنه به شما، شما با وجودی که جواب نمیدی یا میزنی نمیخوام الان صحبت کنم، دو تا فوشم به دوستت میدی یا به فامیلت میدی، اون صدای شما رو داره میشنوه. حواست به خودت باش. و اما ببینم من این آقای رضا مشایخی رو پیدا میکنم، این عکس بیچارهی که رضا مشایخی برف یخ زده بود و اینها بهتون نشون بدم. این آقای رضا مشایخی هم یه مدتی طرفدار مجاهدین شده بود، بعد فهمید آقا این مجاهدین دیگه چیزیش نمونده و مجاهدش رفته، اینش مونده، یا ببخشید انش مونده. این قبل از این من این تصویر رو که امروز کشیده، یادتونه فیلمای ایرانی اون چی میگفتن، اون پلاگاردای بزرگی که میزد، از این ماه ایرانی هم از همه جای دنیا بیشتر و بزرگتر این کار رو انجام میداد. یک لحظه اگر بتونم اینو بکشم اونجا بهتون نشون بدم، یک لحظه ببینیم، مواظب کلات باش، اینه، ببینیم کامرای دو، نه هنوز نمیذاره، نمیدونم بعضی چیزها رو که میفرستن دوستان، حالا یا به خاطر فرمتشه یا به خاطر هرچی نمیذاره ما اینجا نشون بدیم. حالا اینو بفهم، میگه مواظب کلات باش، اثری جهانی کثیف‌ترین ازدواج، مسعود و مریم بیناموس، مسعود و مریم بیناموس ابریشمچی. وقتا یادتونه، میگه برای همین اکثر زنها جلوی تلویزیون چادر سر میکنه. من متوجه نمیشم در چه رابطه میگی آقای مانی عزیز، که برای همین هست که اکثر زنها جلوی تلویزیون که میبیننمو داره. در صورت این عمه ما هم خدا رحمتش کنه چی چیزایی میگفت ما اون موقع نمیفهمیدیم. مثلا ما خب پسر عمه‌مون میمد خونه ما، میگو بچه باید با مادرش بیاد مهمونی، بچه همینجوری بیاد مهمونی، یعنی راست هم میگفت، میشه باغ وحش، هر اذیتی دلمون میخواست انجام میدادیم، ولی وقتی با پدر مادرمون یه جا میرفتیم، بالاخره یکی بود یه لگدی بهمون بزنه، یه بشقابی برامون پرت کنه، یه توسری بهمون بزنه و آدم بشه. خیلی ممنون. آره این نقاشیایی که اینا رو از چه پروگرامی شما استفاده میکنید آقای فرهاد زمانیان که اینا رو درست میکنی؟ من نه تو فوتوشاپ کارم درسته، نه تو این پینت و نوشتن و اینها. در صورت اینم این اون با ماجرای فوتبالی که بهتون گفتم، درخواست نایب رئیس مجلس برای تنبیه بازیکنان خاطی تیم ملی ایران مقابل ژاپن. و اما ونزوئلا، درخواست رهبر مخالفان از اتحادیه اروپا برای تحریم بیشتر دولت. پلیس آلمان 3 عراقی را
به اتهام برنامه ریزی برای حمله تروریستی بازداشت کرد. کجا؟ نمیدونم. کجای آلمان؟ نمیدونم. اینم از این. و بریم خبرهای بعدی ببینیم چی هست. اینجا براتون گذاشتیم یه دوستی اگر لطف میکردن اینا اسم کوچیکی، اسم بزرگی، اسم وسطی میذاشتن بهتر بود. از ایریا کد 407 یک تکستی برای من فرستاده. تکست رو تو ایران میگن پیامک. ام اس ام اس ام چی میگفتن قبلا نمیدونم، اینا 10 بار اسم عوض کردن. نوشتن که سبد کالای دولت روحانی به مردم امید داد که مردم نگران وضع اقتصادی نباشند. به حمدالله همه اعضای کابینه و نمایندگان مجلس همه دارای حقوق مکفی، هر کدام دارای یک باب منزل مسکونی در اقصی نقاط جهان هستند و بقیه افراد جامعه، کارگران، کارمندان، کشاورزان هم هر کدام دارای یک سبد کالا و بیمه ابوالفضل خواهند شد. به دنبال این خبر مردم همه ابراز شور و شادی کردند و در کوچه و خیابان به رقص و پایکوبی پرداختند. ببینید مشت نمونه خروار همشهری، نه چیزی همراهش اومده که من ببینم. و وقتی شما میگید همشهری یعنی من و شما همدیگر رو باید بشناسیم. من نمیدونم و اگرم بشناسم یادم نمیمونه که این 407 مسعود، سعید، احمد، مجید و الی آخر. بد نیست آدم زیر هر بار که می‌نویسه اسم خودش رو بنویسه. آقای خورسندی درست میگه، قدیما تلویزیون از این کمددارها داشتیم، همسایه ما میمدن شب خونه ما تماشا کنن، زنها مجریه که میومد چادر رو میکشیدن جلوه صورتشون. به اون خلبان بگید یادتون بده کار با اینترنت. نه اینا خودشون یه مشتی بدبخت و از من پیروپاتالتر بلد نیستن چی کار یاد بده با اینترنت. و برش نوشتم خب آقا شما بیا بهتر اجرا کن، شما بیا مردم نگاه میکنن شما رو دیگه. ما رو اسم آقای انصاری بود فکر کنم، آقای علیرضا انصاری اگه اشتباه نکنم. بله، چگونه شاه روحانیان رو به قدرت رسوند براتون یه مقدار کمش خوندم، باقیش رو میتونید از روی فیسبوک. و اما حتما شما یادتونه که من گفتم ما از ایران که رفتیم آلمان دیدیم ساعت 3 صبح هیچ که تو خیابون نیست، طرف پشت چرا وای میسه، گفتیم این دیوانه است. میدونی آدم وقتی نادانه فکر میکنه اونی که میدونه دیوانه است، گفتیم این دیوانه است. بعدن که یکم تو آلمان راه افتادیم و جا افتادیم و خونه گرفتیم و خودمون دیگه تلویزیون داشتیم، دیدیم اینا شب یاد میدن چگونه رانندگی کنین. گفتیم نه بابا اینا دیگه واقعا دیوانه هستن، اینایی که به این قشنگی رانندگی میکنن بازم یاد میدن که چگونه رانندگی کنین. بعدن فهمیدیم اینا به این قشنگی رانندگی میکنن به دلیل اینکه هنوز هم در سال 1984 5 6 هنوز دارن به هم یاد میدن که از این ماشین چگونه استفاده کنن. اینو داشته باشید. ایرو نیوز یا یورو نیوز دیروز اینو نوشته و فرستاده، رانندگی در زمستان چگونه در برف و یخ بهتر رانندگی کنیم. نوشته بهتر برانیم. ببینید اینجا اینو من میگم چون الان اینجا برف اومده دیروز و برای دوستان هم شاید بهتر باشه. میگه که رانندگی در زمستان یک چالش واقعی. اولا اینجا اسم برف که میاد مردم بد رانندگی میکنن. حالا اولی که داره میاد هنوز زمین گرمه، رو زمین ننشسته، اینا دیوونه میشن. یه انقدری که آمد هنوز نه یخ زده نه چیزی دیوونه تر میشن. بعد حالا بعد از 35 روز دولت باز شده، سه شنبه یه سری از اینا برگشتن سر کار. همچه که رفتن سر کار برف اومد، دو بعد از اون گفتن برین خونتون، ترافیک نمیدونی چه خبر بمانه. میگه که به همین دلیل برای بهتر راندن خودرو در برف و یخ چند نکته پیشنهاد میکنیم. تجهیزات، باید خودرو را برای زمستان آماده کنیم. مثلا در هوای بسیار سرد ظرفیت ذخیره باتری خود را ظرفیت ذخیره باتری
به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین راننده قبل از حرکت خودرو باید مطمئن شود که باتری کاملا شارژ است و مجموعه از کابل‌ها و لوازم جانبی را نیز برای شرایط اضطراری در خودرو داشته باشد. این ماشینایی که این روزا همشون یه رانینگ لایت دارن، یعنی بدون اینکه شما بتونی خاموشش کنی یه چراغ روشنه به جای خود، یه سیستم دیگه گذاشتن، آدمای تنبل اینو میچرخونن میذارن رو اتوماتیک، این خودش روشن میشه، خودش خاموش میشه، تو پارکینگ میری فکر میکنه شب روشن میشه، اینم باتریتون ضعیف میکنه. ماشین تو خاموش میکنین میاین هنوز یک دو دقیقه اونو روشن میذاره، اینم خاموش میکنه. اون وقتا به ما یاد داده بودن آقا دو تا خیابون به خونتون که داری میرسی اگه بخارید روشنه، ایر کاندیشن کولرت روشنه، حتی رادیو ضبطت روشنه، اونا رو یکی یکی خاموش کن. بعد دیگه حالا چرا خاموش نیا شب بگی سوربی گفتا، بعدم وقتی میای چراغتون رو خاموش کنید. اول یادتونه تو ایران دو سه تا گاز هم میدادن بعد خاموشش میکردن، این گازا برای این بود که باتری شارژ بشه. الان این کار لازم نیست چون آلترنات دینام، جنراتور، آلترنیتور، اینا هی اسماش عوض شد. دلیل عوض شدنش هم این بود، شما اگه اون وقتا با اون ولت مترا نگاه میکردید تا یه حدی اگه گاز نمیدادین این اون برق 12 و 14 رو تولید نمیکرد، ولی الان این جدیدا حتی با دوره کم هم این کار انجام میده. و خود من که رشتم برق بوده، خود من که اینا رو حتی موتور پیچی و به اصطلاح میگفتن دینام پیچی و اینها رو درس میدادیم و میخوندیم، الان بعض وقتا باید برم نگاه کنم که مثلا اینا سیستم هاشون چجوری اینجوری کردن که اینقدر دیناما کوچیک، یادتونه اون وقتا دیناما به این بزرگی بود، الان شده اینقدر، ولی برقی که تولید میکنه زیاده، زیادتر از اونه و سیم کشیش و اینا خیلی کمتر است. وقتا یه چیزی هم داشتیم تو شیراز بهش گفتن افتومات، قشنگ کلیک کلیک میچسبون، باتری کم میشد میرفت اون و باتری زیاد میشد میبرد، و اگه این خراب میشد انقدر باتری رو چارج میکرد که اول اسیدش جوش میآورد بعد باتری منفجر میشد. اینا همه از بین رفته، تمام اینها الکترونیکی شده و خودش کنترل میکنه. بعدم شما فکر کنید اگه یه باتری دارین 4 سال 5 سال کهنه هست، میخواین جایی برین، مسافرتی برین، بچه کوچیکی دارین، خب آقا یه باتری نو اگه بخری من نمیدونم چنه، بستگی به ماشینتون داره دیگه، گرونترینش 130-140 دلاره. خب این بهتر از این که تو سرما، تو شب، تو تاریکی بمونی، بعد مجبور بشی یه پول بدی بیان بکشن ببرنه. ولی ما ایرانی ها که پول نمیدیم به توتراک، زنگ میزنیم به دوستامون، دوستمون بیاد حالا باتری بده، دو سه روزم هی این باتری رو جمع میدیم با ما، خانم در کاپوت ماشین رو باز کن، هی جمع میدیم، آخرم میریم پوله رو میدیم، میشه پول خوردن. چی؟ ببخشید اون ماجرایی که پیاز میخوره و شلاق میخوره و گفت چوب خوردن و پول نمیدونم چی شدن و دیوانه شدن. در هر صورت میگه که ما همیشه دیگران را عالی نقد میکنیم اما راهکار هرگز نداریم و همیشه قاضی برای دیگران و وکیل برای خودمان هستیم، حتی اگر خلبان باشی. به من یا به خلبانه؟ اینجوری فکر کنم داری به خلبانه میگی، ولی خیلی خوبه که شما میگید ما، یعنی من و شما هم این اشکال رو داریم. آفه، آقای سید یوسفی گفت. و اما آقای خوشنودی که ایشون هم پدرش که از رانندگان قدیمی و معروف شیراز هست، میگه البته گاز دادن موقع خاموش کردن برای پر شدن کاربراتور از بنزین هم بود تا بعد از سر شدن موتور با استارت اولی روشن بشه. خب تازه اگه این چیزی که شما میگی درست باشه، که من اینو هیچ وقت نشنیدم، چون کاربراتور همیشه اون قسمت ذخیره‌ش و فلودینگش و اینا، فلودر همیشه باید پر می بوده و اینا، الان دیگه کاربراتور نیست دیگه، الان انجکتوره و اینا مسئله نیست. الان دیگه ماشینا دیدی کی بوده آخرین باری که شما شمع ماشین عوض کردی؟ اصلا من یه ماشین دارم مال 2008، الان 11 ساله، اصلا هیچیش عوض نمی کنیم، فقط الان خودمون ناراحتیم، فیلترش عوض میکنیم، روغنش عوض میکنیم، نمیخواد اصلا، میگه برو آقا تا 100,000 تا خودت میری بهت میگه که خبری نیست برو. برگردیم زمستون، میگه اگر خودرو را
حالا که نمیگن ماشین این خودرو نیست که. اینجا باتری اتمی خریدم 250,000 تومان. باتری اتمی چیه؟ بله، میگه اگر ماشین را در فضای باز پارک میکنید، بهتر است که همیشه یک تیغه برای پاک کردن شیشه ها و اسپری ضد انجماد برای باز کردن قفل ها به همراه داشته باشید. در مناطقی که بارش برف سنگین است، بهتر است همیشه بیل کوچیک نیز در صندوق عقب بگذارید. لاستیک های ماشین زمستان باید توجه ویژه‌ای به لاستیک ها داشته باشید. بهتر است برای جاده های پوشیده از برف به جای لاستیک های مناسب همه فصل ها از لاستیک های ویژه زمستان استفاده کرده. لاستیک های معمولی تنها برای جاده های با برف کم مناسب هستند. اگر ارتفاع برف جاده ها به چند سانتی متر رسیده، بهتر است از زنجیر چرخ استفاده کنید. الان زنجیرهای جدید بریم ببینید چی ساختن، چی کار میکنن. ماشین های بزرگ، کامیون یا اتوبوس ها که دیگه اصلا راننده نمیاد پایین زنجیر ببنده، یه دکمه ای رو میزنه، یه چیز بادی اینجوری یک میله ای رو پرت میکنه زیر این و این میله چند تا زنجیره. فقط خیلی جالبه، فقط اونجایی که رو زمینه این زنجیرها هست. اینا اگه ندیدید تا حالا روی گوگل چیز کنید. اینجا اتوبوس‌های مدرسه گذاشتن. دلیلش هم اینه که اینا اتوبوس‌های مدرسه اینجا بیشتر یه عده بازنشست هستن که سنشون زیاده، یا یه عده زنهایی هستن که شغلای دیگه به دلیل اینکه بچه دارن و اینها براشون مناسب نیست، اینا رو تشویق میکنن با وجود که حقوق خوبی هم میده. مثلا راننده یک ساعت 19 دلار 20 دلاره، اینا همیشه ساعتی 23 دلار 25 دلار میگیره. و فقط اشکالش اینه که ساعتاش کمه. 2 ساعت صبح باید بری، بعد برو خونه، 3 ساعت بعد از اون بیا، که برای اونایی که میخوان کار پارت تایم انجام بدن بسیار خوبه. ولی صحبت از زنجیر چرخ است، حتما اینا رو نگاه کنید. حالا خوشنودی میخنده میگه آقا زنجیر چیه، چرخ چیه، من تو کالیفرنیا هستم. ولی آقای اکبری که تو آلمانه، آقای نیساری، اینها هم میبینن هم میدونن که ما چی میگیم. در اصل این اتوماتیک شده، یه زنجیری با یک بگ اینقدی ایربگ اینجوری شوت میکنه، میره زیر چرخ و همون جایی که چرخ تماس داره با زمین، همون 4-5 تا زنجیر فقط اونجا میچرخه. چه بدبختی هایی میکشیدن پدر ما، پدر این خوشنودی. برف که میومد این زنجیر ببند و تک دست تنها و نمیدونم بند. بله، میگه باتری های بدون اسید یا باتری خشک رو میگن اتمی. بله، نمیدونستم من. اینجا باتری های بدون اسید الان سالهاست استفاده میکنن، مثل تقریبا هم باتری های معمولیه دیگه، مثل این باتری که تو تلفن شماست. شاید اینا هم اتمی باشه، نمیدونم. همه چیز از اتم درست شده، درست میگم؟ هر چیزی از اتم ها تشکیل شده. حالا اونجا اسمش گذاشتن اتمی، میخوان به جای 200,000 تومان از شما 250,000 تومان بگیرن. ببینم 250,000 تومان میشه چند دلار؟ 250 200 دلار. وا اوکی. میگه ساسات داشت که وقتی ماشین سرد بود یا میکشیدی یا باز بود، تا گرم میشد سر کاربراتور بسته میشد. حالا همه اینایی که یه اون ماشین قرازه روندن میان بیرون یکی یکی. بله، چوک همون خفه کردن، یا ساسات. ساسات فکر کنم کلمه فرانسویش بود که یه میکشیدی این میله رو میبست. اونم بعد اتوماتیک شد. اونایی که ماشین آریا و شاهین داشتن میدیدن که شما از پیکان که میری تو اون ساساد نداشت، در صورت که پیکان ساساد داشت، باز ساساد چی میکشیدی یا چوک، ولی آریا نداشت. اینا خیلی کار قشنگی انجام داده بود. یه فنری با گرما باز میشد، وقتی سرد بود میبست. و این ماشین وقتی سرد بود، خب بنزین زیادی میخواست، میکسچر یا مخلوط هوا و چیز رو تنظیم میکرد، هوا بهش نمیداد، فقط بنزین میداد. بعد که گرم میشد، مثل اون پریموسا بود، چه سیستمی بود. همون پریموس واقعا یه صنعت بزرگی بوده که ما اون موقع دست کم میگرفتیم. یه نفتی رو زیرش روشن میکردن، خود این نفته این لوله رو گرم میکرد، نفت بعدی تبدیل به گاز میشد
و وقتی میسوخت سبز آبی آبی و سبز، حقیقتا آبی و سبز واقعا عین گاز میسوخت. بله اون پیکان شبا ما با احساسات خاموش میکردیم که صبح سرما زود روشن میشد. اینم فکر خوبی بوده. خب بخاری اتمی، حالا شیراز که خیلی سرد نبود، تهران و شمال و اینا رو برو به طرف کردستان، اونجا بیچاره بودن از سرما، ولی شیراز هم خب گاهی وقتی سرما میشد، ماها چون خیلی عزیز نازی بودیم، آب و هوای خوب خورده بودیم، اون سرما اذیت میشدیم. خلاصه راجع به لاستیکاتون میگه، راجع به فاصله میان خودروها میگه و میگه ترمز ناگهانی ممنوع است. یعنی مثل روزهای معمولی شما نمیتونی ترمز بزنی. من یادمه توی ایران راننده های اتوبوس بین شهری وقتی برف و اینا میمد میگفتن 2 درجه، این یادتونه این اتوبوس های 302 ترق 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 ترمز دستیش باید میکشیدن، میگفت 2 تا ناچ یا 2 تا دنده ترمز دستیشون رو بیارن بالا. حالا وقتی فکر میکنم برای این بوده که این به اصطلاح ترمزا نزدیک کاسه درام باشه و به خاطر نزدیک بودن بعدا شما ترمز که میزدی اینا سرد نبود یا گرم نبود. در اصل یه چیزایی به خصوصی برای یه مناطق به خصوصی کار میکنه، گاهی وقتی یه اشتباهاتی هم انجام میدن که نگو و نپرس. الان دیگه مثلا شما اگه کسی بهت گفت وقتی داری رانندگی میکنی ترمز بزنه ول کن، بزنه ول کن، بزنه ول کن، این اشتباهه. این مال موقعی بود که حضرت عباس با ماشینا بود، داستانش میدونید. الان اونو آمدن کردن ABS. ABS یه چیز انقدی گرونی است توی سیستم ماشین شما پشت ترمز، وقتی شما ترمز میزنی اون الکترونیکی قطع وصل میکنه. یه روزی که یک جایی هستید که یخ هست، لغزنده هست، این ورورتون ماشین نباشه، نرید بزنید به در و دیوار، وقتی دارید میرید ترمز بزنید، پاتون رو همین جوری نگه دارید، یک صدای بد و ترسناکی میده که نگو و نپرس. ماجرای ABS حضرت عباس، میگن اوائلی که این ماشین های نو بعد از اون پیکان و آشغالایی که بعدن درست کردن و فروختن آمد تو ایران، خب ABS باهاش اومد. طرف که فروشنده بود، یکی اومد ازش ماشین بخره، نشست نگاه کرد و اینا، گفت که خب داداش این چیه اینجا نوشته ABS؟ گفت آقا این همون حضرت عباس خودمونه. یادت تو سرزیری ها ترمز که میزدیم میگفتیم یا حضرت عباس؟ گفت بله. گفت این دیگه نمیخواد بگی، این برات اون کار رو انجام میده، ABS حضرت عباس. میگه از سال 1992 کاربراتور توی آمریکا برداشته شده، فعلا سنسور داریم. آقا از این سنسورها جلو من حرف نزن سعید که خون و فشار خون و اینها میره بالا. میگه الان سنسور داریم که با سنسور سرمای موتور همون کار ساسات رو میکنه، به محض حس کردن گرمای موتور بنزین کمتر میاد و انژکتورها نرمال کار میکنن. میگه بزرگترین و بیشترین اشکال ماشین ها همین سنسور هاست. سنسور از کلمه سنس میاد دیگه، نه؟ احساس کردن. و مثلا اون وقتا شما این در یخچال که باز کردی، حقیقتا اون یه سنسور کوچولوه دیگه، اون میفهمه که شما در یخچال باز کردی روشن میشه، در که میبندی خاموش میشه. این سنسور ها یکیش بود که روی دود و این چیزا بود، مال گاز اگزاز. اون چپ و راست سیوی ولوی یه چیز اینجوری میگفتن. الان ماشین الکی چراغش روشن میشه، میبری یه پولی هم میدی نگاهش کنن، بعد بهت نمیگه مثلا فلان تایرش بده فلان، میگه سنسورش خراب بود. این دیگه خیلی مسخره است. درست مثل جامعه ما که دکترایی که باید مردم رو شفا بدن خودشون همه مریضن. حالا مریض جسمی هیچی، مریض روانی و فکری هم هستن. در صورت این یه فیلمی هم اینجا گذاشته، اگه کسی میخواد این فیلم رو توی یورو نیوز، رانندگی در زمستان چگونه در برف و یخ رانندگی کنیم، بذار 1-2 دقیقه‌شو بهتون نشون بدم. اینجاست، بله اینجا، و این کامرای 2 چون داریم میریم خلیج فارس و برای شما گفتار عقل بشر رو بذاریم. Who's
اینم یه تبلیغ تا به خوردمون نده نمیاد. رانندگی در زمستون یک چالش واقعیه، بنابراین مهمه که ماشینتون رو برای زمستون آماده کنید. مثلا در هوای بسیار سرد ظرفیت ذخیره باتری به شدت کم میشه، بنابراین قبل از حرکت باید مطمئن بشید که باتری خود رو کاملا شارژه. بهتر مجموعی از کابل‌ها و لوازم جانبی رو هم برای شرایط اضطراری در خود رو داشته باشید. اگر ماشین رو در فضای باز پارک می‌کنید، همیشه یک تیغه برای پاک کردن شیشه‌ها و اسپری ضد انجماد برای باز کردن قفل‌ها به همراه داشته باشید. در جاهایی که بارش برف سنگینه، بهتر همیشه ویلچری هم در صندوق عقب بگذارید. زمستون‌ها باید توجه ویژه‌ای به لاستیک‌ها داشت. بهتر برای جاده‌های پوشیده از برف، به جای لاستیک‌های معمولی از لاستیک‌های ویژه زمستون استفاده کرد. اگر ارتفاع برف جاده‌ها به چند سانتی متر رسید، هم از زنجیر چرخ استفاده کنید. در زمستون حفظ فاصله بین خودروها برای حفظ امنیت مهمه. در جاده‌های پوشیده از برف فاصله بین خودروها باید دو برابر فاصله در شرایط عادی باشه و سرعت خودرو هم نصف بشه. در جاده‌های یخبندان فاصله خودروها سه برابر فاصله عادی بشه و پیشنهاد میشه سرعت خودروها هم به 3/4 سرعت عادی کاهش پیدا کنه. ترمز ناگهانی ممنوعه و در سراشیبی‌ها بهتره از تکنیک کاهش تدریجی سرعت موتور استفاده بشه. برای اینکه کنترل خودرو رو از دست ندیم، بهتره برای تغییر مسیرها به کمک فرمان خودرو حرکاتی آرام و دقیق داشته باشیم. مهمه که خودمون بس دیگه، چون مثلا میگه برای یخ زدن قفلا بیشتر ماشینا این روزا شما از بیرون میزنی قفلش باز میشه، حتی از تو خونه استارت میزنی روشن میشه گرم میشه. و اما آقای خوشنودی میگه سنسور، توی ایرانی توی فارسی بهش میگن حسگر، حس میکنه دیگه، اینا حسشون خرابه. دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر هست، بریم این عقل بشر، گفتار عقل بشر رو با هم بشنویم و عکس هایی هم هست که بهتون نشون میدم. و اما عقل بشر درباره سنگاپور هست، یا سنگاپور خودمون. ببینیم که، امیدوارم این باشه دیگه. با سلام به شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، برنامه نوین از عقل بشر می تقدیمم. در مصاحبه جمعه گذشته آقای امیر حسین لادن به پیشرفت سنگاپور اشاره کردند. در پیشین گفتاری سخن درباره این کشور را قول دادم و در این گفتار این قول را می عملم. سنگاپور از قبل از قرن 13 میلادی وجود نداشت. جزیره های خالی از ساکنین بود که در تنگه مالایان میان مالزیای کنونی و اندونزی قرار دارند. از یک جزیره بزرگ و 11 جزیره کوچک تشکیل می شود. مساحت کلی زمین همه جزیره های سنگاپور از 580 کیلومتر مربع در آغاز قرن پیش با خشک کردن دریا اکنون تقریبا به 725 کیلومتر مربع رسیده. بزرگترین جزیره 50 در 27 کیلومتر طول و پهنایش می باشد. چون بر روی خط استوا قرار دارد، درجه حرارتش تقریبا یکسان است. معدل حرارت بالا 35 و پایین 27 درجه سانتیگراد می باشد. گرمترین حرارتش به 37 درجه می رسد. اغلب اوقات ابریز و معدل آفتابی بودن یک هفته در ماه است. به علت باران همیشگی در نیمی از هر ماه و محاصره دریایی رطوبت هوای آن به 85% می رسد. اینها خلاصه ای بود از اوضاع جغرافیایی نخوب سنگاپور. حکومت محلی آن در سال 1819 با امضای قراردادی مستعمره انگلستان و سپس پایگاه نظامی همان کشور شد. در سالهای جنگ جهانی دوم توسط ژاپنی ها اشغال و مردمش برده اشغالگران شدند. با اتحاد با مالایی یا مالی، کشور مالزیا در سال 1963 تأسیس شد. این وحدت ادامه یافت و در 8 اوگست سال 1965 میلادی سنگاپور کشوری مستقل اعلان شد. کشوری بود بدون تاریخ و هویت ملی و با ملتی تهی‌دست و بی فرهنگ. نخست وزیر آن آقای لی کوان یو در مدت 5 سال نخست برنامه‌های آینده‌سازی این کشور نوپا را پیریزی نمود. برنامه‌ها از سال 1970 به اجرا گذاشته شدند. آقای لی کوان یو به سنگاپوری‌ها گفت:
نه آب آشامیدنی داریم، نه خاک کشاورزی و نه معادن زیرزمینی. فقط زمین و انسان داریم. زمین را نگهداری و توسعه و انسان را آموزش می‌دهیم. با فشار و قانون‌هایی که به شدت اجرا می‌شدند، مردم را آموزش دادند و رفتار و گفتار آموخته، نوین آموخته و فرهنگی مردمی پی ریختند. ملت سنگاپور از ملیت‌های گونان گون تشکیل می‌شود. اغلبشان چینیان مهاجر هستند. در میانشان اندونزی، مالی، هندی و تایلندی و غیره می‌یابید. همه دین‌های دنیا در آنجا عقیده‌مند و پیرو دارند. آقای کوانیو دین‌ها را در پرستشگاه‌ها زندانی کرد و به آنان اجازه نداد از آن به خارج درس کنند. با شدت نیروهای امنیت همه وابستگان به شرق و غرب را که می‌خواستند عقیده سیاسی خود را پیاده کنند فلج نمود. با شدت همه را سرکوب و اجازه فعالیت نداد. در این حال با همه کشورهای دنیا روابط بازرگانی و فرهنگی و سیاسی برقرار نمود. در امور دیگران دخالت نکرد، اجازه دخالت در سنگاپور را به کسی نداد. نتیجه این شد که مردم بجز کار کردن و فعالیت راهی دیگر رو برای خود نداشتند. کوانلو در دو فرهنگی، یعنی مادری انگلیسی و پدری چینی بزرگ شده بود. به هیچ عقیده و سیاست پیشینی پایبند نبود. برای پیشرفت کشورش از همه وسایل استفاده کرد. از همه تجربه ها آگاه شد. برای هر پروژه و انجام ایده‌ای گروه‌هایی به کشورهای دیگر می‌فرستاد. پس از بازگشتشان با هم به مشورت نشسته و پس از بررسی طرح‌هایشان را تقدیم و پس از پژوهش بسیار بهترین را به اجرا در می آوردند. آقای لی کوانیو هرگز ادعای برتری و پردانشی و دانا از دنیا و آخرت نمی نمود. با عمل خود را خدمتکار مردم شناسان. جمع آوری این ملیت‌های گوناگون در یک جا و گسترش دانش و تجربهشان بزرگ کار ایشان است. برنامه صنعتی ساخت سنگاپور و آموزش مردم و تهیه مسکن مورد نیاز با هم پیش می رفتند. سنگاپوری ها قبول کردند که برای بهتر زیستن باید دانش و تجربه آموزند و فعالیت کنند. این تغییر در روش و مغز در آن منطقه اجرایش آسان نبود. در شرقشان جزیره های ثروتمند و نفتخیز برونای قرار دارند. در جنوب اندونزی متعصب به اسلام و در شمالشان مالیزیای غوطه‌ور شده در زیر سلطنت حق پادشاه جاه طلب محاصرهشان کرده بودند. با این حال آقای نخست وزیر سنگاپور برنامه‌هایشان گام به گام اجرا و رفتار و مغز ملت و بیشعوری‌هایش را تغییر داد. از موقعیت کشورش که در میان شرق و غرب قرار داشت استفاده و در بخش جنوبی کره زمین بزرگترین فرودگاه را در مراحل پی در پی ساخت، شرکت هواپیمایی ساخت که سرمشق و الگوی دیگر شرکت ها شد. نفت نداشت اما یک پالایشگاه مدرن ساخت که کشورهای جنوب خلیج فارس برای تصفیه نفت و محصول روغن از آن استفاده می کردند. مردمانش مبتکر شدند. اولین برنامه ماشین نویسی کمپیوتری کلمه های چینی را ساختند. سنگاپوری ها برای کسب و کار به خارج نرفتند. در کشورشان زحمت کشیدند و خارجیانی که برای کار به آنان می پیوستند دو گروه بودند. سرمایه گذاران و کارگران ساختمانی. قانون سنگاپور و سادگی اجراهای اداری موجب شد که خارجیان در صنعت خارج از توان مردم آن سرمایه گذاری کنند. بدون اینکه در آن کشور نفوذ یابند و در سیاستش توان دخالت داشته باشند. کارگران اندونزی و تایلندی و هندی برای کار در ساختمان به طور موقت در سنگاپور مشغول هستند. یک سنگاپوری کارگر یا کارمند وقتی کارش تمام شد با کاری دیگر خود را مشغول می کند. جایی را پاک کرده و یا جارو به دست گرفته و سودمند فعالیتی می انجامد. ارزش وقت و وظیفه شخص نسبت به کار در بیشعوریشان ریشه دوانده. سنگاپوری در مقام کارشناس به خارج می رود. خیلی از مسائل ترافیک و صنعتی چین را همین سنگاپوری ها طرح و اداره می کنند. در یک جمله با بی
بضاعتی به دنیا عقل فروخت. کشورهای مدعی تاریخ باستان و مکتشفین خدا و تنظیم پرستشش با کنار گذاشتن عقل این عضو ساخت آفریدگار را دست نخورده به زیر خاک میبرند تا در آخرت در کنار فرشته ها به آرامند و بنوشند و بسکسند و بکیفند. در جریان اجرای برنامه‌های پیشرفت و گسترش کشوری، دستگاه نیرومند امنیت سنگاپور به شدت با فاسدها مبارزه کرده و می‌کند. به مقام‌های کشوری اجازه ندادند از مقام خود سود شخصی ببرند. خودنمایی محو شد. وزرا خدمتکار شخصی نداشته و ندارند تا در ماشین را برایشان باز کنند یا در اداره‌ها برای خدمتشان آماده بیکار بایستند. در سنگاپور کوچک به ماشین شخصی نیازی نیست. وسایل نقلیه عمومی این نیاز را برطرف ساختند. با اینکه موفقیت‌های مسئولین نماند، پس از استقلال و به علت فرهنگی پیگیر هرگز خودنمایی و پوز نمی‌دهند. این رفتارها در فرهنگشان پست شناخته می‌شوند. مردم در انتخاب شخصیت‌های سیاسی آزاد هستند. با این حال لی کوان یو در اجرای برنامه‌های پیشرفت تغییر یک دیکتاتور بود. هنگامی که از کار کنار رفت و تا هنگام مرگ به طور غیر مستقیم همه امور را اداره می‌کرد و از پشت پرده مواظب بود برنامه‌های دوراندیش متوقف نشوند. با این سیاست و با دوری از خودخواهی و خودنمایی ادامه پیشرفت و سیاست برنامه ریزی پس از مرگ خیش را تضمین نمود. جانشینانی را پرورش داد که پیشرفت را ادامه می‌دهند. او در یک خانه که در سطح خانه یک بازرگان در کشورهای ماست میزیست. از یک دوست چینی و تاجر سنگاپوری پرسیدم آیا لی کوان یو ثروتی دارد؟ جواب داد آری، ثروتمند است. ثروتش را از خرید و فروش زمین به دست آورده. هنگام که میخواهند یک راه نو بسازند، او که از برنامه ها و طرحش مطلع است فورا زمین های آنجا را میخرد و پس از بالا رفتن قیمت زمین آن را می فروشد. به او گفتم خدا پدرش را بیامرزد. رهبران ما نه فقط می چاپند و کمیسیون می گیرند و در همه کارهای بازرگانی و پیمانکاری شریکند و سهم دارند، بلکه همه چیز زیر زمین و روی زمین و از سنگ و خاک و مردم و معادن را موهبتی الهی و متعلق به خود می دانند. فشار بر آموزش و مسائل اداری سبب شد که کارها در سنگاپور با سرعتی بالاتر از دیگر کشورهای دنیا بانجامد. با ساخت یک بندر بسیار بزرگ محصول کشورهای همجوار، همچنین چین به بندر سنگاپور آمده و از آنجا به خارج صادر می شوند. تنظیم بندر از یک طرف و نیروی کار پرتجربه اعتماد بر این بندر را چون ایستگاه تغییر و تحویل موجب گشته. در یک بررسی آمده که در یک ساعت در هندوستان 19 کنتینر بار بر روی کشتی حمل می‌کنند. این شماره در آمریکا 21 کنتینر و در سنگاپور 42 کنتینر است. در معامله با خوشرفتاری و درست‌رفتاری اطمینان جهانیان را به دست آورده‌اند. فریبکاری و گرانفروشی و تقلب در فرهنگ سنگاپوری‌ها زرنگی به حساب نمی‌آید. هرچند که چین هر ساله تعدادی از متقلب‌ها را اعدام می‌کند، تا حال نتوانسته سازندگان تخم مرغ و میگو و شیر پلاستیکی و محصولات تقلبی دیگر را از پستکاری بمنعد. راست و درست رفتاری را سنگاپور با تغییر فرهنگ کار و پخش معیارهای ارزشمند در مغزها پای ریخت و نه با مجازات تنها. هنگام معامله اغلب چینی‌ها عبوس هستند و لبخندی بر لبشان دیده نمی شود. سنگاپوری ها به علت عدم پریشانی از تغییر یک مسئول و یا پایمال شدن حقشان به آرامی با یک دیگر و خارجیان رفتار کرده و نیازی به عصبانی بودن و خشمگین شدن ندارند. در مرحله بعد تایوانی ها می آیند و هنگ کنگی ها بدترین هستند. با گذشت زمان سنگاپوری ها برای خود شخصیتی دیگر و مختلف از همسایگان ساختند. با اجرای شدید سنگاپور یکی از تمیزترین شهرهای دنیاست. آدامس در آن ممنوع است و مردم به پاکیزگی شهر خود عادت کردند. با اصرار و آموزش و آزمایش و تجربه کالاهای مخصوص خود را ساخته
و به جهان صادر می کنن. مثلا قهوه و کاکائو رو از خارج وارد و خوشمزه نموده و با طعمی دیگر به دنیا می صادرن. همینطور شیرینی هایی پخته اند که در دنیا منحصر است و در اطراف جهان در مغازه های زنجیره خریدار دارند. همه پیشرفت و تغییر در سنگاپور بر اساس دانش و اصرار حکمران و درستکاریش تحقق یافته. بنابر گفته مرحوم لی کوان یو، ما می‌خواهیم دنیای من را با دست خود بسازیم، به آخرت کاری نداریم. آیا در کشورهای ما کسی هست که توان بر زبان آوردن این جمله را داشته باشد؟ کدام یک از مدعیان برتر بودن ایران و ایرانی بدون یادآوری گذشته و افتخارهایش ایده‌ای برای امروز ما ترک کرده؟ بارها از خود پرسیدم مغز ما از دیگر مغزها چه کم دارد که نتوانسته این با این همه وسعت کشور، منابع طبیعی، ثروت انسان و مغزهای دانشور پیشرفت کرده و در اول صف دنیا قرار گرفته و بهترین باشیم؟ سؤالی سرزده از عوارض بیماری چه. عقل ما نمیتواند تضاد اندیشه و رفتارمان را بدرکد. با چسبیدن به گذشته خواهان پیشرفتیم و پیرو راهش خود را تصور میکنیم. با پایبندی به معیار بیشعوری در هر معامله تقلب کرد و آن را زرنگی میپنداریم. با این همه منابع طبیعی و هوای گوناگون از ساخت محصولی معتبر ناتوانیم. اگر هم ساختیم به علت بیدانشی در سطحی نیست که به خارج بسادریم. 30 سال قبل از چین صنعت خودرو داشتیم. امروز ما کجاییم و چین کجا؟ این یک مثال و نمونه ای از خروار است. صنعت قالی بافی ما که یکتا و بی‌رقیب بود به کجا رسید؟ محصولهای کشاورزی در انبار کشاورزان می‌گندند و وسیله نقل و صادر کردن به بازرگانان قابل اعتمادش را هنوز نساخته‌ایم. مشتری را به علت دروغ و فریبکاری فراری داده‌ایم. اینها را بی‌لیاقت‌هایی که بر سر کارن نمی‌دهند. در تهیه وسایل آسایش خیش و تظاهر به بزرگی و به خدمت گرفتن مستمندان اجتماع غرور شخصی را آرامش می بخشند. در یوتیوب ببینید برای عمامه به سران دنیا فروخته و آخرت خریده پیروان و مقلدین امامان معصوم چند تن در ماشینهایش را باز می کنند، کیفش را بر می دارند، دنبالش راه می روند تا به سلامت به پشت میزش برسد و افراد دیگر آماده به خدمت برایش چایی و نوشابه بیاورند. شاه و اطرافیانش هم همین طور بودند. چه فرقی در ظاهر و یا باطن ایجاد شده که ما بهتر شده و یا پیشرفت کنیم؟ فردایمان بهتر از امروز نخواهد بود، به ویژه که همه نیروهای طمعکار خواهان دست گذاشتن بر ثروت‌های طبیعی ما هستند. نالایقانی بر سر کارند که از تغییر انسان و ضرورت پیشرفت و نیازمندی‌هایش بی اطلاعند. نالایق‌ترانی خواهان سرنگونی اینان و گرفتن جایشان هستند. درابر این حکمرانان و مخالفینشان ملت از بیدانشی می‌رنجد. سیستم آموزشی ما متعلق به نیم قرن گذشته است. اگر کسی هم اختراع و یا کشفی کرد، باید با دست آویز شدن به این نالایقان برای خود شاید جایی بیابد یا همه را ترک و به خارج مهاجرت نماید. بعد ما نشسته و با یادآوری مخترین و برومندگان ایرانی در خارج افتخار می‌کنیم. با این وضع و چنین رفتاری هیچ امیدی به فردای بهتر نداشته باشید. امیدوارم اشتباه کرده باشم. لیکن این سنگاپور و اوضاعش با شماره نمونه و شاهد است. دلارشان که در آغاز استقلال 40 سنت آمریکا ارزش داشت، اکنون 75 سنت است. واحد پولشان ارزشش تقریبا دو برابر شده. فقط مقدار ارزش پول یک جزیره بدون همه چیز را معیار قرار دهید. سپس مقایسه کنید با تومان خودمان. سخن تمام. بیندیشید. شاید با تکرار این گفتارها بیندیشیم و با هم فردایی بهتر بسازیم. امیدوارم چنین باشد. خوشی و تندرستی شما را آرزومندم. خب بسیار ممنون از این دوستمون. آقای خوشنودی میگه که چرا این دوستمون اول برنامه
نمیگن این برنامه را می تقدیمند. من اون روز یه چیزی برای این آقا نوشتم که در خلیج فارس برنامه اجرا میکنن و میدونید وقتی با ه و ه جیمی و اینا قاطی میشه. بعد ایشون برای من یک مثالی آورده بود، نوشته بود که روزی هویدا میره خدمت شاه و بهش یه نامه ای رو نشون میده که اردشیر زاهدی بهش گفته بوده دیوس توی اون نامه. بعد این حالا میخواد شکایت کنه که مثلا شاه زنگ بزنه به اردشیر زاهدی بگه این چی بود، این چرا اینجوری نوشته. شاه بهش میگه که تماس بگیر با اردشیر زاهدی و بهش بگو دیوس رو با سه نقطه نمیندیسن، اینجوری میندیسن. این دوستمونم گفت که این برای شما که اون کلمه رو به جای ه دو چشم باید با ه جیمین مینوشتیم. و ببین تقصیر همین شما و دوستانتون مثل سم و سعید و اینها هست که قبول نمیکنید فارسی احتیاج به تعمیر داره. گفتم که اتفاقا من باور دارم که فارسی باید تعمیر بشه، ولی تعمیرش رو به این صورت قبول دارم که مثلا اگه من برای شما نوشتم مرز، حالا ز و فلان، ولی شما تو جمله میفهمی که یعنی این مرز هست، دیگه نباید اشکال بگیری که این حالا ز هست، دالزال هست یا سادزاد هست، یا اون هجیمی باید باشه یا هدو چشم باید باشه یا دیگه چه هی داری. و همون که معنی رو من به شما رسوندم به نظر من درسته. این غلطای املایی یه چیز مزخرفی بود که به نظر من باز باید برداشته بشه. به همین دلیل ما 32 تا حرف داریم ولی زبانمون ناقص‌تر از اینهایی هست که 26 تا دارن. ولی این دوستمون درست گفت، هنوزم هی آویزون میشیم به گذشته و تا یکی حرف میزنه میگیم فردوسی، میگیم سعدی، میگیم حافظ. ببرمتون خدمت دوستمون که این پیام رو گذاشتن و در رابطه با اتفاقا فردوسی هست و من حقیقتش نمیدونم در رابطه با چه صحبتی که من گفتم شما این شعر رو خوندید، ولی حالا پخشش میکنم تا بعد ببینیم چی هست. اجازه بدید توی این قسمت دو تا پیام باید باشه، ننوشتم، کاغذ و قلم و اینها هم ریخت و پاش هست، نمیدونم کجا به کجاست و اینقدر ساعت 3:30 میبرمتون آلمان، یادتون باشه به من یادآوری کنید. ولی این پیام رو اول پخش کنم. گوگل وایس این از ایریا کد 503 این شعر رو پخش کردیم، نه؟ این گاهی خود کامپیوتر خودش براتون می‌نویسه. آفرین آقای مانی هم درست میگه، تا شما میزنی می‌نویسه و 5 تا 6 تا بهت انتخاب میده. حالا اون موقع شما تو عجله هم دقت نکردی که بگی نه من این هی رو نمیخوام، اونو میخوام، میزنی میری. ولی وقتی من میگم فلانی مادر فلان، دیگه شما مطمئنی که این با هی جیمیه. حتی من اگه با هی دو چشمم بنویسم میدونی که اون مادرش فلانه. یک منشی استخدام کنی، چشم. یه دوستی دارم میگه که موقعی که با عرض سلام آقای سردی، اون شه تو دزدی با چراغ آید، گزیده تر دارد کالا. خیلی ممنون. و اینو پخش کردم، اینو دوستمون فکر کنم آقای نیساری هم فرستاده بود، صدای ایشون رو پخش کردم. ولی یه پیام دیگه هست که راجب و جالبیش اون آخرشه که ایشون میگه بدرود و خودشم میخنده چون و بذار داریم ایریا عجیبه ها، ما نمیدونیم چی کار کنیم که این پیام ها رو وقتی میخوام. یه مدت گذاشتم توی فولدری به اسم پیام های برنامه و اینها، ولی باز میریزه به هم، نمیدونم والا چه کنم. میدونید من فکر کنم این با تلفن بعض وقتا ایمیل ها رو گوش میدم، پیام ها با ایمیل میاد، میذارم فولدرها یا این پوشه ها میریزه به هم.
بعد تلفن ما اینجا دو تا داریم، هنوز دوستان بعضی هاشون به اون 703 یا 703 زنگ میزنن که با یه سیستم دیگه میاد، بعضی ها به 202 زنگ میزنن که با یه سیستم دیگه میاد. لطف کنید با 202 زنگ بزنید و ببینم که نمیتونم پیداش کنم. حالا دوباره زنگ بزن بخون ببینیم چی بود. گفتی فردوسی گفته اینجوری، باور کنید من اینو نگه داشتم. ها سر اور صاحب دیوید رمضانی، نه شماره پیدا نمیشه. خب آره، راجع به یک منشی استخدام کنیم. این دوست ما میگه که پدرش شنیده بود و دیده بود که کلفت های فیلیپینی استخدام میکنن، بعد این برای که بیاد خانمش رو راضی کنه آمده بود گفته بود که عزیزم تو خیلی کار میکنی، زحمت میکشی و اجازه بده من یک کلفت فیلیپینی برات استخدام کنم. مادر این دوست ما بهش گفته بود هیچ اشکالی نداره، من ازت خیلی هم ممنون میشم که شما یک کلفت فیلیپینی استخدام کنی، ولی مادامی که اون دو خانم کلفت فیلیپینی توی خونه ما هست تو حق نداری بیای تو خونه، هر وقت اون رفت بعدم تشریف میاری. گفت همین شد که بابای ما هم از خیر کلفت آوردن گذشت و به اصطلاح راضی شد با همون مادرش. بنده خدا سیگنا عجیب. خب اب نداره. اون روز من براتون خوندم که چند نفر امضا کردن که خانم فلان نرو برنامه بذار تو عربستان سعودی. بعد این دوستمون آمد یه عکسی از این خانم برای ما فرستاد که بلند شده رفته عربستان سعودی و چه حجابی رعایت کرده. من اگه اینم براتون پیدا کنم که نوشته مستقیم رفت به بهشت بهتون نشون بدم. بعد اینه ماریا کری، این همونه که بهتون گفتم وقتی که این داشته خرج میکرده خواننده بشه، میگن که خواهرش خودفروشی میکرده که مخارج زندگی اینها رو بده. بعد خیلی ها الان مسخره میکنن میگن این بعد از اینی هم که به جایی رسید به نظر میرسه لباسهای خواهرش برای اون شغل شریف رو استفاده میکنه. حالا اینجا نگاه کنید با حجاب رفته اونجا، این روی سرش و اینها، ولی این قسمت سینه‌ش رو اینجوری باز، اینم قسمت سینه ها اندازه و سایزش سی دی دبل دی نمیدونم. در صورت نوشتن که ایشون رفت عربستان سعودی و مستقیما با این اولیا مخدره خانم ماریا کری با حجاب وارد عربستان شد تا کنسرت اجرا کنه. خب ببینم اینجا نوشتن که به آنان که ایران را به دخالت در دیگر کشورها متهم می کنند، ببینم این چیه، من اینا رو وقت نمی کنم خودم هم نگاه کنم و می دونید همزمان با شما می بینیم با هم. ببینیم این یک ویدیویی هست، یه سری هپی فیس و اینها فرستادن دوستان، نمی دونم برای من یا برای ماریا کری. ماجرای ایران و دخالت در کشورهای دیگه الان سب کنید من اینو نگاه کنیم با هم، همه با هم، من و تو با هم. اینجا کامرای دو، بله بریم. من مسافرم.
از عراق. اینجا منطقه توریستیش. بعد از مشهد من ادعا میکنم که اول عراقی اکبر شوی کباب و جوجه و چنچه و ادن و ایرانی اکبر شوی شاورما و پیتزا. جاذبه هاش بیشتر شکمیه، همه اینجا برای خوراکی هاشون تقریبا این که کباب و اینم شاورما غذا عربی. دعوت هم میکنم ولی نمیرم، جای غیر از ایران. برای ما دهه 60 ها که کابوس دوران کودکیمون حمله هوایی ارتش صدام بود، باور اینکه یه روز تو قلب تهران یه محله بشه پاتوق عراقی ها، نگم غیر قابل باور، اما دور از ذهن بود. جای دولت آباد از سال 65-6 فکر میکنم منطقه عربا شکل گرفته، بیشتر افرادی که اینجا زندگی میکنن معابدین هستن، ایرانیان اصلایی هستن که از عراق. خب این فیلم رو سعی میکنم رو فیسبوک بذارم، چون ساعت 3:29 هست. اجازه بدید که ما خوشقول باشیم و بریم سراغ آقای دکتر شهرام ایرانبومی، چون یک پرونده یا یک کیسی رو ایشون داشتن که نوشته بود که پرونده‌ای که من وکیل یه حجت الاسلام بودم برنده شده. سعیدم یه سری عکس از فوتبال ایران و ژاپن فرستاده که نگاه میکنیم ببینیم کی هست. سوربی هستم، بفرمایی دوست عزیز. Hi, Ashmore. Oh yeah, can I call you back? I'm on air now. Sorry about that. بله. حضور شما که عرض کنم عکسایی رو نشون میده که فوتبالیستای ایرانی دارن به اصطلاح حتی برخورد فیزیکلی انجام میدن و یه صاحب باشگاه رو دیدم داشت صحبت میکرد، خیلی دل خونی داشت از بازیکنهای فوتبال ایران که پررو شدن، چون چند تاشون رفتن تو تیمای اروپا و کشورهای دیگه خریدنشون اینها، و میگفت اینا اصلا دیگه خدا رو هم به اصطلاح یه چی میگن خدا رو هم چی نیستن در صورت. حالا بعد یه زمانی میذاریم برای این بازی‌های ایران و ژاپن و فوتبال اینها. آقای خوشنودی میگه خانم ماریا کری حالا دیگه حاجی خانم هم شد، حاجیه هم شد. ببینید مثلا ایشون الان همو که نوشته با هی جیمی نوشته، ولی خب من میفهمم که این همه خم نیست، این هم همه و این یعنی هم شد. اوکی، رایا دیر آمدی خونه باز آمدی. خوب باز آمدی رایا، دیر آمدی خوب باز آمدی. رایا کیه؟ همون خانم رایا؟ نه من اینجا نمیبینم کسی رو. سلام آقای ایران بومی. بریم دوستان ببینیم با تصویر میان یا فقط با صدا. من میخوام از اون کیسشون برای ما بگن که خیلی جالب بود. آقای دکتر ایران بومی سلام میکنم خدمتتون، میکروفون رو در اختیار شما میذارم. این کیسی که بله جانم، بله صدای منو میشنوید شما؟ الو الو. بله بنده خدا وقتی با هم صحبت کردیم از توی زندان بود، گفتم خوب شما را این میری زندان هر وقت دلت میخواد میتونی بیای بیرون، بعضی از بیچاره ها وقتی میرن زندان بیرون نمیتونن بیان. بذاری بینیم ما با فیسبوک هم میتونیم با ایشون تماس بگیریم. خیلی ممنون دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایرانبومی هستیم. آقای ایرانبومی لطف کنید راجبه، اولا خیلی ممنون که بعد از روزی که با کار سخت و زندان رفتن، الان به دوستان گفتم خوبه، حسن این آقا خوبه که میره زندان خودش میتونه بیاد بیرون، ولی از بعضی ها میرن زندان رفتنشون با خودشونه، آمدن بیرون با خدا. این ماجرای حجت الاسلام و برنده شدن کیس شما و اینها چیه و چجوری شما اون وقت اون عکسارم نشون میدم، اون بیچاره اون خانومه رو که زده بودن قبل و بعد و اینها. من میکروفون رو در اختیار شما میدم، شما خودتون بهتر میتونید اینا رو توضیح بدید. بفرمایید. درود بر شما. به قول معروف میگن سر منظر دو شغل ظهور عدالت است، آن دو یکی قضاوت و دیگری وکالت است. امیدوارم که روز شب خوبی شما و دوستان داشته باشن. من همین الان از ماشین پیاده شدم اومدم اولین محلی که بتونم با شما حرف بزنم. اینجا یک نیمچه رستورانی هستش که توی هوای سرد زمستونی بایرن آلمان هستیم، نزدیک مونشن هستم و اینجا یه منطقه‌ای که نسبتاً خیلی زیباست و آلمانو
اول از همه بیشتر مردم به این منطقه مونیخش میشناسن، لباسای محلیشون و آبجو خوردنشون. این اندازه محلی فقط براتون توضیح بدم که در امروز که از صبح قول معروف ما راه افتادیم چندین اتفاق افتاده بود و شما چیزی که الان فرمودین مال آقای امام اون حجت الاسلامه که بر علیه ایالت که ما درش هستیم شکایت کرده بودن و من حق اینو داشتم که از این ایشون دفاع بکنم. علتش هم این بودش که احساس میکردن که با این انسان برخورد غیر اخلاقی میشه از طرف وزارت دادگستری در آلمان و وزارت دادگستری که خودش باید عدالت اجرا کنه و مترادف باید با قانون باشه. ما میتونستیم ثابت کنیم که در همه جا قانون برای همه یکسان نبوده و در بعضی مواقع بسیار تفاوت‌هایی گذاشته میشه با وجودی که همون قانون باید برای همه اجرا بشه و قانون‌گریزی در اینجا در جامعه‌های مدنی پست مدرن قانون‌ها کشورهایی که خودشونو خیلی بالاتر میدونن و فکر میکنن که حقوق بشر رو درست کردن، ما در اینجا میبینیم که قانون‌گریزی به وسیله قانون اجرا میشه. یعنی در جامعه‌هایی که خودشونو برتر از بقیه جهان حساب میکنن تونستیم ثابت کنیم که بی‌عدالتی در وزارت دادگستری با ترویج بی‌عدالتی انجام میشه و اخلاقی نبودن رفتار با این انسان شریف که به و کمک میکنن که لاغر در اون تاریخ تولدشون ندونن چیه ولی تاریخ تحول زندگیشون رو میدونن که تو زندان آدم خیلی تحول میکنه رو کمک میکن حقش رو بهش نشون بدیم. این آقا هم حق داره، نژاد پرستی در این کشور رو داره صدام میکنه، داره پخش میشه، شاید میده باشین در همه جا و وظیفه ما به عنوان وکیل دادگستری اینه که تا یک مقداری که میتونیم از قربانیان نژاد پرستی دفاع کنیم. بفهم. خیلی ممنونم. این کیسی که شما میگی یعنی بر علیه خود دستگاه قضایی اون ایالت بوده دیگه، نه؟ بر علیه کلن خود فرماندار ایالت بود ولی چون که ایشون حجت الاسلام در زندان بودن و به عنوان کسی که برای 900 نفر زندانی مسلمان در اونجا برنامه مذهبیشون حالا خیلی مثلا زیاد از انجام میداد در زندان کار میگردن، یعنی مسئولیت زندان هم چون با وزارت دادگستری و وزارت دادگستری هم تحت نظر خود ایالت هستش، میشه گفتش که هم بر علیه ایالت اولا همه چون شاکی در اینجا یک نفر هستش که برای ایالت کار میگرد، محل کارش در قسمت زندان بود که مربوط میشه به وزارت دادگستری و حراست و بازرسی این قسمت که باید از همه بیشتر قانون رو رعایت میکردن، تونستیم ما ثابت بکنیم که به حد کافی این کار انجام نشده و از مدت کوتاهی در 3 ماه ما تونستیم قسمت اول این دعوا رو ببریم. حتی هنوز ادامه داره ولی در قسمت اولش که بحث سر این بود که کدوم دادگاه با کدوم هیئت جوری اصلا حق رسیدگی به این پرونده رو داره، خودش این یه بحث طولانی بودش که ما تونستیم این مرحله اول رو ببریم و ثابت کنیم که دادگاهی که ما میخوایم و هیئت جوری که ما میخوایم باید باشه. یک سوال اینجاست که شما وقتی یه پرونده رو میبرید دادگاه، آها مثل که قطع شدیم، نه؟ صدای منو شما دارید؟ الان دارم، بله. مثل که یه خط دیگه اومده رو خط شما، اب نداره. وقتی یه چیزی رو میبرید به اصطلاح میگید که ما میخوایم مثلا به خاطر این انقدر حالا ادعای غرامت میکنیم، خب این چیه؟ اگه همه رو برنده بشید مثلا ایشون حتی میخواد ثابت کنه که بی جهت زندان هست آزاد میشه یا میخواد آزادیای تو زندانش زیادتر بشه؟ نه نه، ایشون زندانی نیستن، ایشون خودشون معمم هستن. آها. و به عنوان کسی که برای وزارت دادگستری مسئولیت نماز جمعه است، مسئولیت عقد و یکی علاوه به اسلامی فوت بکنه، مسائل روحی، مسائل معنویه، ایشون خودشون یک شخص روحانی هستن که میرن در زندان و رسیدگی میکنن به مسائل شرعی زندان و خود ایشون در آلمان بهش ظلم شده بود و با وجود که صدها حقوقدان و قاضی و و و در اونجا باید رعایت میکردن
رعایت حق این انسانو انجام ندادن و ما تونستیم اچه باشه در مرحله اول به وزارت دادگستری نشون بدیم که در کشوری که بهش میگن کشور قانون، برای بعضیا قانون مساوی نیست و اینو حداقل باید وزارت دادگستری رعایت بکنه. خیلی ممنون. این به نظر من سابقه خوب میشه برای بعدها که آخوندهای ایرانی هم بیان شما رو استخدام کنن، ازشون دفاع کنید، چون اوضاع اونا هم خیلی خرابه. البته شما میگید این حجت الاسلامه حق داره، ولی من فکر نمی کنم اونها حق داشته باشن. یک کیس دیگه شما داشتید راجع به تجاوز و اینها بود که عکس اون خانم رو قبل از به اصطلاح کتک خوردن نشون داده بود و بعدش، اصلا قابل تشخیص نیست این دو عکس، قدم باور کن اینا یکی. اون ماجرا چی بوده؟ میخواین راجبش صحبت کنید؟ آیا من اجازه دارم؟ امیدوار هستم که شنوندگان شما تحمل شنیدن مسائل بالاتر از 18 و 21 سال داشته باشن. به قول معروف به هر جا ناتوان دیدی توان باش، به سود مردم خاموش زبان باش. بله. من اجازه دارم اون عکس‌ها رو نشون بدم، اون عکس‌ها رو نشون بدم یا نه؟ میتونین نشون بدیم مسئله مردم. بله. ببینن که یک انسان چجوری میتونه به علت ذهن منفی یک شخص که مرد کانال مال کجا بود، ولی یک آقایی که قرار بود با این خانم ازدواج بکنه، چون ذهن منفی باف داشت، ذهن شکاک داشت، و در کسی که ذهن منفی باف داره هرگز یک زندگی مثبت نمیتونه رقم بزنه. وقتی یک کسی که مشکوک باشه باهاش زندگی کردن همیشه دردناکه. و این خانم چندین ماه با ایشون نامزد بودن و قرار بود با هم ازدواج بکنن که یکی از همکلاسای این خانم که سالها پیش قبلا تو مدرسه با هم دیگه بودن، توی خیابون هنگامی که نامزدش باهاش بود همدیگه رو میبینن و روبسوی میکنن. همین باعث میشه که این آقا به شدت به ایشون مشکوک بشه و یکی دو روز بعد میگه که ببین من باید برم پیش خانواده‌ام، و به هوای این که مثلا خونه نیستش میره، ولی در واقع کنترل میکرده این خانم. و وقتی این خانم با یکی از دوستای دیگه‌اش می‌خواست بیاد پایین بره با هم دیگه قهوه بخورن، خرید بکنن، به طور ناهنجاری در خیابان یکو حمله ور میشه به جلوی دوستش، موهای زن رو میکشه، موبایلش رو از دستش میخواد بگیره و پرتش میکنه با زور توی ماشین، قفل میکنه و ایشون رو میبره تا به سر مرز، لختش میکنه توی برف، توی جنگل پرتش میکنه، ازش عکس میگیره و تا اونجایی که میبینین تو عکس با مشت به صورت این دختر جوان میزنه که اون مردی که تو باهاش سلام علیک کردی کی بود و تو باید به من بگی که تو رابطه حتما با یک کسی دیگه به قرار از من داری. به حد مرد سرش رو تو برف میکنه تا یه خفه میشه این خانم و درش میاره برمار کبوت کبوت لخت سوار ماشینش میکنه و میخواسته انگوشتاشو پشگونه که چه اتفاقی میفته در اون لحظه رو اونا توضیح نمیدم، ولی یک اتفاق میفته در ماشین که این مرده یه هم میترسه، یعنی فکر میکنه یک اتفاق غیبی داره میفته و ترس به این که چون خیلی مذهبی این آقا بسیار بسیار خداپرسته و بسیار بسیار انسان اعتمادش به خداست و یک اتفاقی که میفته این یه هم فکر میکنه که الان خدا توی رفتارش متوجه شده و یک هم خجالت میکشه. یک هم این آموزش های دینی که ایشون داشته از این ور به اون ور میشه و در عرض یک ثانیه ایشون رو میاره به بیمارستان. حالا ابیجه جالب میشه برای شنوندگان شما که اگه بیننده هم هستن که بهتر، که اینجا وقتی این خانوم رو میبرن بیمارستان به وسیله خود همین آقا، مرده بهش میگه اگه دهنتو باز بکنی که چی اینجوری کرده، خودتو پدرتو مادرت دیگه زنده نخواهیم بود. ایشون به بیمارستان میرن، میگن که این آقا اووردنشون، یک نفر دیگه داشته میزدش و ایشون کمکش کرده. پلیس آگاهی میادش، عکس برداری میکنن و زیر ناخوناشو میبینن، رو دست مرده پلیس متوجه میشه زخمایی بوده، از چیزی نمیگه پلیس و عکس برداری میکنن و تو بیمارستان یه روز دو روز میمونه، ولی ایشونو آزاد میکنن. طرف میاد خونش، از اینجا جالب میشه، وقتی که خانم میاد خونش بعد از یک روز پلیس آگاهی
میرن خونه زنه و میگن شما تو بیمارستان گفته بودی که نمیدونی کی این کار رو کرده، ولی ما حد میزنیم تو میدونی کی بوده. و اون پلیس با ترفندی که داشته تونست از دهن زنه در بیاره که همین نامزدش این کارا رو کرده بوده و ادامه پیدا کرد. حالا در اینجا من میخوام 15 نکته رو کوتاه بگم برای شنوندگان و بینندگان شما که چرا قربانیان جرم، مخصوصا قربانیان جرم در خارج کشور، باید توجه داشته باشن که چرا این ترس بعد از اینکه باهاشون بدرفتاری میشه جلوگیری میکنه از رفتار درستشون. چه اتفاقی میفته برای قربانیان ظلم؟ حالا میتونه یه پسر بچه باشه، دختر بچه باشه، یا یک زن باشه، یا حتی میتونه مثل شما در پیش همین هفته پیش ما یه پسر 20 ساله داشتیم که این پسر 20 ساله در شهر نزدیک فرانکفورت 4 نفر از دوستاش به هوای اینکه تو اومدی در زیر زمین یک کیفی که درش مواد مخدر بوده دزدیدی، اون 4 تا اینو به حد مرگ میزنن. و این وقتی که پلیس پیداش میکنه تو خیابون یک کلمه نمیگه کی بوده. و این چه اتفاقی، چه مکانیزمی میفته که من میخوام این 15 تا رو توضیح بدم که شاید یک آگاهی برای شنوندگان باشه که اگه یک اتفاقی برای خودشون و یا کنارشون افتاد مکانیزم سکوت رو بتونن متوجه بشن. چیه؟ موافقین؟ بفرمایید. بله، قربانیان جرم معمولا میترسن که سلامت خودشون و فرزندانشون و یا پدر مادرشون به خطر بیفته اگه واقعا بگن که چه اتفاقی افتاده. مخصوصا ابراز احساسات خودشون رو جلوگیری میکنن، زیرا اون حراسی که در دلشون هستش بیشتر در ذهنشون به وجود اومده. و در اینجا ما میدونیم که تأثیر کودکی و بستگان ایشون که چجوری با این رفتار میکردن که بهش اجازه نمیدادن مشکلشو بگه و یا بگه که من چه آزارهایی بهم رسیده، باعث میشه که در سنهای بالا خیلی از قربانیان جرم سکوت بکنن. مسئله بعدی که هست وابستگی عاطفی به خود اون کسی که با زور با اینا برخورد میکنه. وابستگی عاطفی باعث وفاداری میشه. ما خیلی افراد رو میبینیم مثل همین آقای پسر 20 ساله با دوستای خودش احساس وفاداری داشته. این خانم احساس وفاداری به نامزدش داشت و آزاری که بهش داده بودن سکوت میکرد که نکنه این وفاداری رو زیر پا بذاره. احساس قربانی بودن از طرف دیگه به نفس پایین در بچگی برمیخوره. سرزنش هایی که در خونه میشده، در مدرسه میشده، تنبیه هایی که میشده، وابستگی های اقتصادی و ارزش های اجتماعی خیلی وقتا باعث میشه که اگه قربانی دهنشو باز کنه میترسه که از لحاظ اقتصادی بهش ضرر وارد بشه، مخصوصا اگه رئیسش باشه، مخصوصا اگه در یک ادارهی باشه که کارمندی، ما خیلی وقتا داریم که کارمندی میاد به شخصی که میره پیشش، مخصوصا در بعضی مواقع که بسیار بسیار جوامع عقب افتاده هستن، از اونها کارهای غیر اخلاقی میخوان و این شخص سکوت میکنه. فشار فرهنگی، میترسه که این بگه این رئیس با من بدرفتاری کرده. این شخص بلافاصله انزوای اجتماعی پیدا میکنه اگه بگه این مدیر مدرسه با من بدرفتاری کرده. سیستم های حاکم معمولا پلیس هایی دارن که از خود اون ظالمین دفاع میکنن و انکار کردن انسان ها و کوچک شمردن اونا اولین روش نجات پرست ها، پلیس ها با مهاجرینی هستش که قربانی جرمن. چون شما میرین اداره پلیس چه در کانادا، ما چند مدت پیش یک نفر رو داشتیم از کانادا اومده بود که در کانادا که مثلا باید بسیار قانون رعایت بشه، پلیس کانادا با این شخص به شدت برخورد کرده بود با وجودی که قربانی جرم بود و اون شخص فرار کرده و از کانادا اومده بودش آلمان. پلیس نیومده بود حرف این خانم رو گوش بده و فرودگاه جلو اون آقا رو بگیره. برای چی؟ زیرا این پلیس اونجا، اون البته همه پلیس نمیگم، اون پلیس اومد و این خانم رو کوچیک کرد، گفت تو داری مسائل رو گنده میکنی، حرفات رو داری بزرگ میکنی. اعتماد به خارجی ها بعضی وقتا نمیکنه پلیس و ایشون قربانی چند برابر میشه، چون هم ارتکاب خشونت بشده و کسی که باید حامیش باشه مصدر قدرت هست
دولت هست حمایت نمی‌کنه. ما در ایران خودسوزی داریم، خانم‌هایی داریم که در جنوب ایران برای همین ماجرا خودسوزی میکنن، چون که کسی باورشون نمیکنه و نبودن اطلاعات دقیق که کی کجا میتونن قربانیان خودشون رو باهاش تماس بگیرن یکی از مسائلی که اینو باید قبلا آموخته بشه که ما بتونیم بهشون یاد بدیم چجوری اگه شما قربانی جرم شدین حق خودتون رو دفاع کنین. بفهمید. خیلی ممنونم. همینجا حتی الان رئیس جمهور آمریکا یه نفر که میخواد بره به اصطلاح بر علیهش رأی بده تهدید کرده اینو، و همین چیزی که شما میگید الان اون آقا که وکیلم هست و 12 سالم وکیل همین آقای ترامپ بوده به دادگاه گفته که من وحشت دارم بیام شهادت بدم، چون اینا به من گفتن که اگر شهادت بدم خانوادم در خطر هستن. و این چیزی رو که شما میگی که بعضی وقتا به اصطلاح خود اونهایی هم که مورد جرم قرار گرفتن میترسن یا خودداری میکنن که گزارش بدن، این واقعا هست، همه جا بوده و هست. و امیدوارم با داشتن افرادی مثل شما که واقعا در راه عدل و عدالت دارین قدم برمیدارید و آموزش های میدید، افراد یاد بگیرن که بعضی وقتا حتی از ترس آبروشون گزارش نمی کنن، اینا رو کنار بذارن و همیشه فکر کنن که اگر اینها گزارش کنن جلوگیری میشه از اینکه افراد دیگه‌ای دوباره به همین به اصطلاح شکل مورد آزار جنسی، مورد تجاوز، حتی قتل قرار بگیرن. خیلی حالا خوشحالیم که این خانم شانس آورده، اون باورهای اون دینی اون آقا آمده سراغش رو و این نجات پیدا کرده. در صورت من بازم ممنونم، هر وقت شما موردی داشتید که خواستید دربارش صحبت کنید. و خب متوجه شدم شما گفتید ما مهم نیست از کدام کشوره، ولی کشورهایی که ما از اونجا اومدیم و کشورهای اطرافمون بیشتر این مشکلات رو دارن، مخصوصا وقتی میان یه جایی مثل آلمان فکر میکنن الان آزادی اونجا دیگه حد و حساب نداره، برای خودشون هم دردسر درست میکنن. بازم میخوایم از شما که به ما بگید، یاد بدید، به ما بیاموزید که چگونه از خودمون دفاع کنیم، از دیگران دفاع کنیم و جامعه رو بهتر از به اصطلاح قبل پیش ببریم. خیلی ممنونم. من با ساکت میشم اگر شما صحبتی داری بفرم. به قول معروف میگن در دادگاه داد به کسی داد ندادن، بنیاد کسی نیست که بر باد ندادن. بیچاره کسی بود که میخواست زند داد، ای بیدادگران این بیدادگران فرصت فریاد ندادند. این مسئله که شما میفرمایین، اگه این آقای وکیل در نیویورک که خب میلیون میلیون پول میگرفت، اگه برای پول کار نمیکرد، اگه برای انسانیت و وظیفه وکالت که دفاع از و حمایت از مردم در برابر ظلم، در برابر زور، مطمئنن اینقدر سکوت نمیگن. در اینجا باز مجبورم با یه شعر بگم که در تجربه من با دادگاه‌ها و تجربه من توی زندان‌ها میشه گفتش که این شکل گرفته، که شعر میگه بازداشتم کنید، بازداشتم کنید، پای مرا به اتهام راه رفتن بازداشتش کنید، دست مرا به اتهام نوشتن بازداشتش کنید، زبان مرا به اتهام چرخیدن بازداشتش کنید، صدای مرا به اتهام پیچیدنش در هوا بازداشتش کنید، من را بازداشتم کنید، همه وجودم را بازداشت کنید، زیرا من پشت نرده های زندان یاد گرفتم، در سالن های دادگاه های بیدادگری یاد گرفتم، دلی را که به هوای آزادی پر می زند، مشتی را که به خود در هوا می پیچد، حتی اگر با شلاق بزنید، حتی اگر با زنجیر ببندید، به راه خود ادامه می دهد. بازداشتم کنید،
شب و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. خیلی ممنون، با امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای شهرام ایرانبومی، دکتر شهرام ایرانبومی از آلمان بودیم که فیسبوکشون رو نشون دادم، میتونید باشون در تماس باشید. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. مرسی. موفق باشید. روز شما بخیر، شب شما بخیر. با امید دیدم. مرسی. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید اگر مسئله‌ای هست به نظرتون مهم میاد در تلویزیون مردم عنوان کنید به وسیله تلفن‌های مختلفی که اینجا الان به شما میگم، 202-695-2573، با ارسال تکست، با گذاشتن پیام به وسیله ایمیل، ایمیل اونم هست info@mardomtv.com که یادم رفته بنویسم اینجا، یا با فیسبوک از طریق کامنت یا از طریق مسیج با ما در تماس باشید. و یادتون باشه تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. ممنونم از اون دوستی که $50 ارسال کردن و میدونم که مال این ماه نیست، ولی اینم مثل آقای پتیک تا ماه آپریل برای من پول فرستاده و نوشته آبونمان. ای کاش من 10 دوست و 10 بیننده مثل پتیک داشتم که آبونمانشو، که اولا فکر میکرد حمایتی که انجام میده آبونمانه. آبونمان در قبال سرویسی هست که شما میگیرید، مثلا برق، آب، گاز، روزنامه، اینا آبونمان داره. باشگاه که شما میرید حق عضویت همون آبونمان هست که ماهانه پرداخت میکنید. بعد بعضیا میگن حالا مثلا آب کنتور برق و اینا اینقدر آبونمانه، بعد باقیش بر اساس مصرف. در صورت اینجا مصرف unlimited، all you can eat, all you can watch، میتونید تماشا کنید، ولی لطف کنید حمایت کنید. آخر ماه ژانویه است و برنامه بعدیمون فکر کنم میشه اول فوریه، چون فردا 31 ژانویه است. جمعه با شما خواهیم بود، به احتمال زیاد با آقای امیر حسین لادن هم خواهیم بود. و خانم رایا میگه که سروده زیبایی است، وقتی ایشون این رو میخوان من یاد احمد شاملو افتادم و خیلی غم انگیزه که حتی توی آلمان هم ما به اصطلاح میفهمیم که یه همچین خبرهایی هست در سیستم قضایی، دادگاه، قضاوت و وکیل و به اصطلاح قاضی و اینها. ضمناً خانم رایا صادقی نوشتن که خودسوزی کار بسیار غم‌انگیزی است، شیوه اعتراض متمدنانه‌ای نیست. ولی برای یه لحظه فکر کنید به کجا میرسن اینها. دیدید میگیم دیگه رسیده به اینجا، اینا به کجا میرسن که خودشون رو آتیش میزنن. و از این بدتر فکر کنید مثلا سازمان مجاهدین چقدر باید واقعا بیچاره باشه که افراد خودش رو وادار به خودسوزی کرده بود. در هر صورت از یکایک شما ممنونم که با ما بودید. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید و قول میدم که روز جمعه ریشامو بزنم، چون اصلا آدم اینجوری نگاه خودش که میکنه احساس افسردگی میکنه. در هر صورت امیدوارم اوقاتی بهتر در انتظار همه باشه، فردای زیباتر برای همه انسانهای خوب، حتی انسانهای بد، شاید با روزهای بهتر اونها هم خوب بشن. خب میریم و برنامه ها رو به صورت بازپخش پخش میکنیم. میبینید که هر کسی اینجا برنامه داشته باشه، یه روز که برنامه داره 6 دیگه بازپخش میشه تا به برنامه جدید هفته آیندهش برسه. مرسی و موفق باشید.